سلام عرض می کنم خدمت تمامی شرکت کنندگان در جلسه. امروز شنبه 30 جولای 2022 مصادف با 8 مرداد 1401 رأس ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی، یکی دیگر از جلسات ماهانه کمیته دفاع از حقوق زنان از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران را با هم آغاز می کنیم. در ابتدا لازم میدونم که تسلیت عرض کنم خدمت بازماندگان سیل اخیر در ایران که تا نیم ساعت پیش اینطوری که من اطلاع داشتم بالغ بر 61 نفر کشته شدن در این حادثه و حدود 32 نفر مفقود و خسارات زیادی وارد شده. تسلیت عرض می کنم خدمت بازماندگان. خب، جلسه امروز کمیته دفاع از حقوق زنان رو در چند بخش خدمتتون ارائه میشه. در ابتدا یادآور میشم که این جلسه به صورت همزمان و آنلاین از اپلیکیشن کانون و یوتیوب کانون پخش میشه. ابتدا خانم شراره هادیزاده رئیسی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در تیر ماه 1401 رو ارائه میدن. بعد خانم کوثر ولیزاده سخنرانی خودشون رو آغاز میکنن با بررسی کنوانسیون تکمیلی منع بردگی و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سخنران بعدیمون خانم سپیده عشقی هستند با موضوع دستفروشی بر زنان و در ادامه سخنران بعدی خانم شراره محمودی هستند با موضوع حجاب اجباری و تاریخچه آن در ایران و آخرین سخنرانمون هم خانم زهرا باجلان هستند که سخنرانی خودشون رو با موضوع زنان خانه‌دار کارگران نامرئی جامعه ارائه خواهند داد. در پایان هم بحث آزاد رو داریم با موضوع بردهداری ممنوع با محوریت زن در خانه که امیدوارم که در بحث آزاد شرکت فعال داشته باشید و نقطه نظرات خودتون رو با بقیه به اشتراک بگذارید. یادآوری میکنم که بعد از هر سخنرانی این فرصت رو دارید که اگر نظری پیشنهادی دارید در مدت 3 دقیقه عنوان کنید. خب، ابتدا دعوت میکنم از خانم شراره هادیزاده رئیسی که گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در تیر ماه 1401 رو ارائه بدن. اگر آماده هستید لطفا دستتون رو بالا ببرید. درود خدمت همکاران عزیز. همطور که هممون میدونیم گزارش نقض حقوق زنان بسیار زیاده، اما من با توجه به وقتی که در اختیارم هست به 10 تا 12 تا گزارش بسنده میکنم. ابتدا خبر اول، زنان محبوس در زندان قرچک ورامین در کنار تحمل گرمای طاقت فرسای محیط زندان در نبود سیستم تهویه از آب و آشامیدنی سالم به عنوان یکی از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند و این موضوع منجر به ابتلا به بیماری های پوستی شده است. اخیرا کیفیت آب زندان نسبت به گذشته بدتر شده و بسیار شور، بدطعم و بدبو است. آلودگی آب باعث ابتلا به بیماری های نظیر دلدرد شدید و بروز تاول های قرمز بر بدن آنها را به همراه داشته است. این امر در حالی است که قیمت بالای آب معدنی موجود در فروشگاه زندان نیز خرید آن را برای همگان ناممکن کرده است. به علاوه مسئولان زندان به بهانه قطعی مکرر آب کولر داخل بندها و سالن ها را خاموش می کنند و این خود تحمل شرایط موجود را دشوارتر می کند. اواخر خرداد تعدادی از زندانیان به بیماری سل مبتلا شدند. این گزارش نقض میکنه موادی از قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 29 حق خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی
و خدمات لازم اجتماعی برای همه و مواردی از اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده در این گزارش، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 25 حق خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های طبی و خدمات اجتماعی برای همه. شقایق خان زرین 20 ساله و نگار ایقانی 22 ساله شهروندان بهایی ساکن شیراز یکشنبه 5 تیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. یک منبع مطلع در این خصوص گفت پدر خانم زرین در پی عدم کسب اطلاع از وضعیت دخترش و استرس ناشی از دستگیری وی سکته کرده و همکنون در یکی از بیمارستان‌های شیراز تحت مراقبت‌های پزشکی است. تا لحظه تنظیم این خبر از اتهامات مطروحه و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دسترس نیست. نگار ایقانی پیشتر به همراه شماره دیگری از شهروندان بهایی شرکت کننده در کنکور سراسری سال 98 در نتایج این آزمون با ایرادات مختلفی از جمله نقص در پرونده مواجه شده و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شد. اصول قانون اساسی نقض شده در این گزارش اصل 23 منع تفتیش عقاید، اصل 26 حق آزادی عقیده، اصل 32 عدم توقیف حبس، تبعید غیرقانونی و موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس، تبعید غیرقانونی، ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی. خبر بعد مربوط است به خانم محمدی. خانم محمدی از روز پنجشنبه 2 تیر تا لحظه تنظیم این خبر در 6 تیر ماه 1401 از دسترسی به یکی از داروهای ضروری خود محروم مانده. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند، صبح روز پنجشنبه 2 تیر ماه در پی تنگی نفس و ریتم نامنظم قلب به بیمارستان خارج از زندان اعزام شد. پزشک متخصص پس از انجام اکو قلب از فشار بر ریه و قلب او خبر داده و نهایتاً خانم محمدی پس از تجویز دارو و به همراه گزارشی از وضعیت سلامت وی خطاب به رئیس زندان به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد. اصول قانون اساسی نقض شده اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 29 حق خوراک، مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه و اصل 32 عدم توقیف حبس، تبعید غیرقانونی، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده در این گزارش، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس، تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه و ماده 25 حق خوراک، مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی. خبر بعد مربوط است به جمعه 10 تیر 1401. با گذشت نزدیک به 800 روز از تبعید زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد به زندان‌های مختلف و نهایتاً به زندان یزد، این زندانی سیاسی همچنان محروم از حق ملاقات با خانواده و وکیل و محروم از حداقل رسیدگی‌های پزشکی و درمانی ضروری در شرایط بسیار سخت و دور از محل سکونت خود در زندان یزد محبوس است. یک منبع مطلع گفت حدود 20 روز قبل پدر و مادر سالخورده خانم جلالیان از فاصله دور از ماکو روستای دمقشلاق تا زندان یزد رفتند، اما با آنها اجازه ملاقات داده نشد. مواردی از قانون اساسی نقض شده در این گزارش، اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 29 حق خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه و اصل 32 عدم توقیف حبس، تبعید غیرقانونی، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، اصل 38 منع شکنجه، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده در این گزارش، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف حبس، تبعید غیرقانونی، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 25 حق خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی.
خبرنگار دیدبان ایران که چندی پیش به بهانه حجاب توسط فردی لباس شخصی در مترو مظلوب شده بود، نسبت به عدم پاسخگویی مسئولان انتقاد کرد. او با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود نوشته است: پیگیری کردم. اولش منکر وجود لباس شخصی در مترو شدن و پس از پافشاری من رئیس پلیس مربوطه از آن کرد آن شخص پلیس امنیت بوده است. به من گفتن اگر جلوی همه عذرخواهی کند قبول میکنی، که قبول نکردم. هر کاری کنید من از شکایتم صرف نظر نمی کنم. این خبرنگار بیشتر با انتشار مطلبی از ضرب و شتم خود توسط فردی لباس شخصی در مترو به بهانه تذکر حجاب خبر داده. موادی از قانون اساسی نقض شده در این گزارش: اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 29 حق خوراک و مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، اصل 38 منع شکنجه، و موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده در این گزارش: ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، ماده 25 حق خوراک و مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه. خبر بعد در مورد حجاب اجباری و نقض گسترده حقوق زنان. دخالت دولت در پوشش زنان در ایران با گذشت بیش از 4 دهه از استقرار جمهوری اسلامی همواره به شیوه های مختلف از کمیته تا گشت ارشاد وجود داشته است. تلاش برای تنظیم پوشش زنان و دختران در محیط های آموزشی و کاری نیز بخشی از این شیوه سرکوب است. با این حال از تیر ماه شاهد افزایش این برخوردها و حضور گسترده خودروها و ماموران گشت ارشاد تحت عنوان پلیس امنیت اخلاقی در سطح شهرهای بزرگ و خصوص تهران است. این گزارش نقض می کند موادی از قانون اساسی: اصل 20 یکسانی زن و مرد طبق اسلام، اصل 21 رعایت حقوق زنان، اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 25 عدم دخالت در احوال شخصی، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا، و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده در این گزارش: ماده 2 عدم تبعیض، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی، و ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی. عصر روز 17 تیر 1401 اجساد یک خانواده 5 نفری که شامل مادر، 2 دختر، 1 پسر و 1 نوه است در زیرزمین خانه‌ای واقع در نجف آباد اصفهان کشف شد. هنوز مشخص نشده است این اتفاق بر اثر قتل افتاده یا رویداد خودکشی گروهی باعث مرگ اعضای این خانواده شده است. مواد قانون اساسی نقض شده در این گزارش: اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا، و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده در این گزارش: ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی. پرستو معینی، زهرا صفایی، فروغ تقی‌پور و مرضیه فارسی، 4 زندانی سیاسی، دوران محکومیت خود را در زندان قرچک ورامین سپری می کنند. مرضیه فارسی به عنوان فرد نجات یافته از سرطان از مراقبت‌های پزشکی لازم محروم بوده و زهرا صفایی نیز با وجود بیماری قلبی با محرومیت درمانی مواجه است. آنها از تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم هستند. اتهامات آنها اجتماع و تبانی و قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در یکی از سازمان‌های مخالف نظام، یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران است. زهرا صفایی علاوه بر این به اتهام توهین به خمینی و خامنه‌ای نیز محکوم شد. مواد قانون اساسی نقض شده در این گزارش: اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 29 حق خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، اصل 32 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده: ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 10 حق محاکمه قانونی برای همه، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی، ماده 25 حق خوراک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه.
گلجمین نجفی 46 ساله اهل بخش گهواره از توابع شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه توسط همسرش که اهل روستای بانده بود به دلیل پسردار نشدن به طرز فجیع در 19 تیر 1401 به قتل رسید. وی که مادر 3 فرزند دختر است و به علت پسردار نشدنش مورد تحقیر و آزار همسرش بوده که در نتیجه مجبور به ترک منزل همسر و رفتن به خانه پدرش شده بود. در روز واقعه علی آقا رضایی همسرش وی را به منزل بازگردانده بود و همان روز با وارد کردن یک جسم سنگین بر سرش او را به قتل رساند و بعد با صحنه سازی جسد او را در جاده خلوت برده و با اتومبیل از روی جمجمهش رد شدند و مدعی شده که در حین حرکت درب اتومبیل باز شده و گلجمین به پایین پرت شده و سرش زیر لاستیک عقب وانت نیسان مانده است، اما در نهایت به قتل اعتراف کرد. مواد نقض شده در قانون اساسی در این گزارش اصل 21 رعایت حقوق زنها، اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده، ماده 2 عدم تبعیض، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی. معلم متهم به تجاوز به تعدادی از کودکان در شهرستان فردوس توسط شعبه 101 دادگاه کیفری 2 به 7 سال و 3 ماه حبس و 2 سال منع اقامت در این شهر محکوم شد. با اعتراض شاکیان پرونده به دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی ارسال داده شده است. رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ضمن رد خبر تجاوز این معلم به 18 کودک در شهرستان فردوس، تعداد این کودکان را 7 تن و اتهام وارده به این معلم را کودک آزاری عنوان کرد. مواد قانون اساسی نقض شده، اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا و موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 22 امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی. و آخرین خبر، در 29 تیر 1401 زندانی سیاسی فاطمه مصنا که در زندان اوین در شرایط سخت بیماری قرار دارد به رغم نیاز مبرم به رسیدگی پزشکی خارج از زندان و به رغم نظر پزشکان مبنی بر عدم تحمل حبس در شرایط بحرانی در زندان نگهداری می شود و عوامل زندان از اعزام او به مرخصی درمانی ممانعت می کنند. بنا به گزارش یک منبع مطلع، مسئولان زندان اوین هیچ اقدامی در رابطه با اعزام فوری وی به بیمارستان انجام ندادند و این را به خانواده وی واگذار کردند. این منبع گفت فاطمه مصنا مرتبا زیر سرم است و نمیتواند غذا بخورد. او خونریزی داخلی دارد و مرتبا خون دفع میکند. موادی از قانون اساسی نقض شده در این گزارش، اصل 29 حق خوراک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، اصل 32 عدم توقیف، حبس، تبعید غیرقانونی، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، اصل 38 منع شکنجه، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9 عدم توقیف، 7 تبعید غیرقانونی، ماده 25 حق خوراک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای هم. سپاس از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. من گزارشم تموم شد. مایک رها. خیلی ممنون خانم حادی‌زاده از گزارش کاملتون، با تمام موارد نقض اعلام کردید. ممنونم. همونطور که خودتون فرمودید به قدر موارد گزارش هایی که روی ایران اتفاق میفته، اخبار به قدر زیادی که امکان گفتن ماهانه همه نیست، این خلاصه ای بود و دوستان اگر دوستان موارد کامل رو مشاهده کنن میتونن به سایت کمیته زنان مراجعه کنن و از اخبار کامل اونجا هست و استفاده کنن و مطلع بشن. خب از همکاران اگر در خصوص صحبت ها سوالی یا نقطه نظری دارید میتونید دستتون رو بالا ببرید و صحبتتون رو بفرمایید. بسیار عالی.
از سخنران بعدی خانم کوثر ولیزاده دعوت میکنم سخنرانی خودشون رو با موضوع بررسی کنوانسیون تکمیلی منع بردگی مربوط به سال 1956 و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست لطفاً ارائه بدن. خب خانم ولیزاده لطفاً دستتون رو بالا ببرید که همکارانم مایک رو برای شما آزاد کنم. صدای منو میشنوید؟ بله بفرمایید، خواهش میکنم. ضمن سلام و عرض درود خدمت همه عزیزان، میخوام شروع کنم. در ابتدا میخوام به مفهوم بردهداری و از چند جهت بهش بپردازم. تعریف حقوقی این کلمه به این صورت است که بردهداری شرایطی که در آن یک انسان متعلق به یک انسان دیگه هستش، برده طبق قانون به عنوان دارایی یا ملک تلقی میشه و برده از اکثر حقوقی که معمولا در اختیار افراد آزاد قرار میگیره محروم بوده. برده داری به زبان ساده تر به زمانی میگن که با شخصی به عنوان دارایی شخص دیگه رفتار شه. معمولا این شخص رو برده میگن و مالک اون رو برده دار میگن. اغلب این معنیه که برده ها مجبور به کار میشن در غیر این صورت یا توسط قانون یا ارباب خودشون، البته اگه برده داری در اون مکان قانونی باشه مورد مجازات قرار میگیرن. چند نمونه از برده داری مدرن که در جامعه میشه بهش اشاره کرد متاسفانه و دیده میشه، نمونه های شامل کار جنسی، کارهای خانگی، حبس در خانه و اجازه ندادن به کار کردن زنان در بیرون از خانه و همچنین ازدواج اجباری و حتی مفهوم کودک همسری و چند همسری آقایان، حتی صادرات زنان و دختران کشورمون متاسفانه و گدایی اجباری کودکان و خیلی از موارد مشابه دیگه. اگه بخوایم راجع به هر کدوم از اینا صحبت کنیم تمومی نداره و در کل چیزی که در جامعه ایران هنوز میبینیم اینه که خیلی از زنان کشورمون هنوز اجازه کار کردن بیرون از خونه رو ندارن و خیلیشون به اون آگاهی لازم نرسیدن که متوجه باشن مفهوم بردهداری به چه صورت هستش. حالا در مبحث بحث آزاد امروز بیشتر در موردش صحبت میکنم و بهش میپردازیم. در رابطه با این کنوانسیون بردهداری باید بگم که عنوان کامل اون کنوانسیون تکمیلی لغو بردهداری و تجارت برده و نهادها و اقدامات مشابه به بردهداری میباشه. یک معاهده سازمان ملل متحد در سال 1956 که بر پایه کنوانسیون بردهداری در سال 1926 تنظیم شده که هنوز معتبره و هنوز مبنای لغو بردهداری و تجارت برده به شمار میره. کنوانسیون کار اجباری در سال 1930 که کار اجباری رو ممنوع کرده، بر اساس کار در ازای بدهی، رعیت داری، ازدواج کودکان، ازدواج خدمتکار و بردگی کودکان تنظیم شده. کنوانسیون تکمیلی منع بردهداری در 1956 مصوب اسفند ماه 1337 ماده واحد قرارداد تکمیلی منع بردهداری و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی که در تاریخ 7 سپتامبر 1956 مطابق 16 شهریور ماه 1335 در مقر دفتر اروپای سازمان ملل متحد ژنو به امضا رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و 15 ماده است که تصویب
دولت رو اجازه الحاق رو میده. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحد و یک مقدمه و متن قرارداد زمینه است، پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یک شنبه سوم اسفند ماه 1337 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده. رئیس مجلس شورای ملی رضا حکمت قرارداد بالا رو در جلسه 17/8/1337 به تصویب مجلس سنا رسانده و قرارداد تکمیلی منع بردهداری و بردگی و برده فروشی و عملیات ترتیباتی که مشابه بردگیه در این مقدمه نظر به اینه که آزادی حق ذاتی هر فرد و هر فرد بشریه و با توجه به این که مردمان کشورهای ملل متحد در منشور سازمان ایمان خود رو نسبت به مقام و قدر فرد بشر تأکید نمودند و با توجه به این که اعلامیه جهانی حقوق بشر که از طریق مجمع عمومی ملل متحد به عنوان کمال و مطلوب و مشترک تمامی اقوام ملل اعلام شده، مقرر می‌دارد که هیچ کس در شرایط بردگی نگه داشته نخواهد شد و بردگی و برده فروشی به تمامی انحناء و اشکال آن نهی خواهد شد. و با قبول این که از زمان انعقاد قرارداد بردگی در ژنو در 25 سپتامبر 1926 که هدفش منع بردهداری و برده فروشی هستش، پیشرفت‌های جدید رو در راه نیل به این مقصود حاصل شده. و با اشاره به این قرارداد کار اجباری مورخ 1930، اقدامات بعدی که سازمان بین المللی کار نسبت به بیگاری یا کار اجباری به عمل آورده و با اذعان به این که بردگی و برده فروشی و رسوم و ترتیبات نظیر بردگی و هنوز در کلی نقاط جهان از میان بر نرفته و بالاخره با تصمیم بر این که قرارداد مورخ 1926 که باید گفت همواره به قوت خودش باقی هستش، اکنون باید با انعقاد قرارداد تکمیل دیگری به منظور تشدید اقدامات ملی و بین المللی در راه انعقاد بردگی و برده فروشی و رسوم و ترتیبات نظیر اون تکمیل شه. دولت و عضو در مورد قرارداد فعلی زیر توافقی حاصل می نمایند. بخش اول، رسم و رسوم و ترتیبات نظیر بردگی. ماده اول، هر یک از دولتی که عضو قرارداد می باشند کلی اقدامات لازم رو، لازم قانونی و سایر اقدامات عملی رو تدریجا جهت ممکن ساختن الغای کامل یا پرهیز از ترتیبات مرسوم در اسرع اوقات در هر نقطه که موجود باشه و اهم از این که تعریف قضایی بردگی مندرج در ماده یک قرارداد بردگی منعقد و در ژنو در 25 سپتامبر 1956 شامل آنها باشه یا نباشه به عمل خواهند آورد. الف، اجبار به خدمت در مقابل دین به اصول بندگی و رعایا، یعنی شخص در زمین شخص دیگری کار کنه و گوش به فرمان اون شخص باشه و به هر حال حق تغییر وضع حال خودش رو نداشته باشه. ج، هر ترتیب یا رسومی که به موجب اون یک پدر بستگان و در کل قیم یک دختر اون رو به عنوان بدهی یا در ازای مبلغی وجه نقد اونو به زوجیت کسی دیگه در بیاره، یا که این امر همچنان در کشورهای نظیر افغانستان آشکار رواج داره. در ایران هم هنوز هستند مواردی که به طور مثال سر زن و دختر خودشون قمار میکنن و قمار میکنن، یا حتی چیزهای شبیه این.
دو، شوهر یا اقوام شوهر یا طایفه شوهر حق داشته باشند در مقابل اخذ وجه یا به طریق دیگری زن رو به شخص دیگری واگذار کنند، که تقریبا شبیه موارد قبله و مواردهای دیگه. زنی پس از مرگ شوهرش به شخص دیگری به ارث برسه. ده، هر گونه رسوم یا ترتیباتی که به موجب اون کودکان یا فرد غیر بالغ کمتر از 18 سال توسط یکی از خانوادش، مثلا پدر و مادر یا هر دوی اونها، یا توسط قیمش در ازای اخذ وجهی یا بدون اخذ وجه به منظور سوء استفاده از کودک یا فرد غیر بالغ به شخص دیگه تسلیم میشه. ماده دوم، به منظور تسرع در خاتمه دادن به رسوم و ترتیبات مذکور در بند ج از ماده اول این قرارداد دولتی که اطراف این قرار دادند متعهد میشوند که هر کجا که مناسب باشه حداقل مناسبتی برای سنین ازدواج معین کنند و ترتیبی بدهن که طرفین ازدواج به آسانی بتوانن در برابر مقام دولتی یا مقام روحانی صالح رضایت خود رو بیان کنن و مراسم ثبت ازدواج رو تشویق نمایند. بخش دوم، برده فروشی. ماده سوم، عمل و نقل و انتقال برده از یک کشور به کشور دیگه یا اقدام به این صورت امر یا استفاده از هر قبیل وسیله نقلیه یا معاونت در این موارد در قوانین کشورهایی که اصحاب به این قرارداد می باشند مجرم شناخته شده و مرتکبین به این جرم به مجازات‌های شدید خواهند رسید. با وجود این که این موارد می تونیم بگیم که هممونم می دونیم این موارد داخل کشور ما هست، با وجود این که جرم هستش و متاسفانه زنان سرزمینمون رو قاچاق میکنن. الف، دولتی که اطراف این قرارداد هستن کلیه اقدامات مؤثر رو جهت ممانعت کشتی ها و تیاراتی که به نصب پرچم اون دولت مجازند از حمل بردگان به عمل میارن و به عمل خواهند آورد، کسانی رو که مرتکب چنین اعمالی شوند یا از پرچم‌های ملی به این منظور استفاده کنند مجازات خواهند نمود. ب، دوالی که اطراف این قرار دادن کلیه اقدامات مؤثر رو به عمل خواهند آورد تا بندرها و فرودگاه‌ها و سواحل ایشان جهت حمل و نقل بردگان مورد استفاده قرار نگیرد. در حالی که اطراف این قرار دادن به منظور این اقدامات، اقداماتی رو که در مبارزه با برده فروشی به عمل میارن عملا هماهنگ و هماهنگ سازن و اطلاعات لازم رو با یکدیگر مبادله خواهند کرد و از هر موارد برده فروشی و هر اقداماتی که جهت ارتکاب این جرم صورت بگیره از اون آگاه شوند، یکدیگر رو با خبر می‌سازند. ماده چهارم، کلی بردگانی که به یکی از کشتی‌های متعلق به دولت اطراف این قرارداد پناه بیارند به خودی خود آزاد سازند. ماده چهارم، کلی بردگانی که به یکی از بخش سوم، بردگی و ترتیبات رسوم نظیر بردگی. ماده پنجم، در کشورهایی که بردگی یا ترتیبات مرسوم مذکور در ماده اول این قرارداد هنوز در آن به کلی ممنوع یا متروک نشده است، عمل نشانه زدن یا علامت گذاردن بر شخصی که تحت تسلط است به منظور مشخص کردن تحت نظارت کامل ارباب جرم کیفری محسوب میشه و مترکبین به این حرکت
مسلماً مجازات خواهند شد. ماده ششم، عمل برده ساختن دیگری یا اقوای دیگری به اینکه خود یا فرد تکلف خود رو به بردگی بدهند یا اقدام به این عمل یا معاون در ارتکاب آن یا عضویت دسته‌ای که به این قصد ارتکاب عمل مزبور تشکیل شده باشند طبق قوانین دولتی که اطراف این قرار دادن جرم کیفری محسوب میشه و مرتکبین این کار مسلما مجازات میشن. با توجه به مقررات بند مقدماتی ماده اول این قرارداد، مقررات بند اول این ماده ضمنا شامل عمل اقوای دیگری این که خود یا فرد بله. بخش چهارم، تعریفات. ماده هفتم در مواد قرارداد فعلی، الف، بردگی به نحوهی که در قرارداد بردگی مورخ 1926 تعریف شده است به معنی حال یا وضع کسی است که اختیارات ناشی از حق مالکیت کلن یا جزءاً نسبت به اون اعمال میشه و برده کسی که در چنین حال یا وضعی باشه. منظور از شخص تحت انعقاد کسی است که در حال یا وضع ناشی از هر یک از این ترتیبات رسوم مذکور در ماده اول باشه. ب. منظور از شخص تحت ج. برد فروشی به معنی شامل کلی اعمالی است که به منظور اسارت و مالکیت یا واگذاری شخص به قصد سوق دادن اون به درجه بردگی یا غلامی صورت میگیره و همچنین به معنی شامل کلی اعمالی است که به عنوان مالکیت بر روی برده به منظور فروش یا مبادله انجام میگیره. ضمناً کلی اعمالی که مرتبط به انتقال یا حق مالکیت از طریق برده فروشی یا مبادله برده به شخص دیگه هستش، به طور کلی هر گونه تجارت یا حمل و نقل برده ام از اینکه بر هر نوع وسیله نقل انجام بشه. بخش پنجم، همکاری و ارتباط و تبادل اطلاعات بین اطراف این قرارداد. ماده هشتم، دولتی که اطراف این قرارداد و تعهد میکنند که جهت اجرای مقررات فوق الذکر از مساعدت به یکدیگر دریغ نورزند با سازمان ملل متحد نیز در این زمینه همکاری نمایند. دو، اطراف قرارداد تعهد میکنند که رونوشتی از کلیه قوانین و مقررات اقدامات اداری که جهت اجرای مقررات این قرارداد اتخاذ نمودن یا مراحل اجرا گذاردن به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کنند. دبیر کل اطلاعاتی رو که طبق بند دو این ماده دریافت داشته است به سایر اطراف قرارداد شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان مدرک تسلیم خواهد کرد تا شورا در کلیه مباحثاتی که به منظور توصیه های جدید جهت لغو بردهداری و برده فروشی و ترتیبات رسوم مذکور در این قرارداد میخواهند به عمل آورند از آنها استفاده کنند. بخش ششم، مقررات نهایی. ماده نهم، نسبت به این قرارداد هیچ گونه قید و شرطی پذیرفته نیست. ماده دهم، هر گونه اختلافی که درباره تفسیر و اجرای این قرارداد بین دولتی بروز نماید از طریق مذاکره برطرف نشود، بنا به تقاضای هر یک از طرفین به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد، مگر آنکه طرفین در خصوص راه حل دیگری توافق نمایند. ماده 11، یک، این قرارداد تا تاریخ اول ژانویه 1957 برای امضای کلیه دولت عضو سازمان ملل متحد یا عضو مؤسسات اختصاصی تابع آن مفتوح خواهد بود. این قرارداد باید توسط دولت امضا کننده به تصویب برسه و اسناد تصویبی
به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد و اونها رو به اطلاع دولتی که قرار داد رو امضا می کنند یا به اون الحاق می گردند خواهند رساند. پس از تاریخ اول ژانویه 1957 این قرارداد برای کلیه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد و بله ماده 12 ماده 12 اومده گفته که این قرارداد نسبت به کلیه سرزمین‌هایی که غیر خود مختار و تحت قیومیت و مستمره و غیر مستقلن که یکی از دولت‌های اطراف قرارداد عهده‌دار و روابط خارجی اونها است به مورد اجرای گذارده خواهد شد. دولت اجرا گذارنده با رعایت مقررات بند 2 این ماده هنگام امضا یا تصویب به الحاق به قرارداد سرزمین‌های غیر مستقل یا سرزمین‌هایی رو که قرارداد در امضا یا الحاق یا تصویب مزبور در موارد اونها اجرا خواهد شد اعلام خواهد نمود. در هر مورد که رضایت قبلی سرزمین غیر مستقل به موجب قوانین اساسی یا عرف دولت ذی‌العلاقه یا سرزمین غیر مستقل لازم باشد، دولت ذی‌العلاقه سعی خواهد کرد که در ظرف 12 ماه از تاریخی که قرارداد رو امضا نموده رضایت سرزمین غیر مستقل رو تحصیل نماید و هر موقع رضایت مزبور جلب شد دولت مستقل مسئول مراتب رو به دبیر کل اعلام خواهد کرد. میخوایم ولی‌زاده ببخشید ظرف 2 دقیقه لطفا جمع‌بندی کنید. ممنون میشم. بله، تا اونجایی که وقت داشتم میخونم، تا اونجایی که دیگه نبود تمومش میکنم. بله، این قرارداد نسبت به سرزمین یا سرزمین هایی که در اعلامیه مزبور نام برده شده از تاریخ وصل اون توسط دبیرخانه کل مورد اجرا گذارده خواهد شد. پس از انقضای مدت 12 ماه مذکور در بند 2 این ماده، دولتی که از طریق این قرارداد هستند نتایج مذاکرات خود رو با سرزمین‌های غیر مستقل که خود عهده‌دار روابط خارجی اونها هستند و احتمالاً رضایت اونها در خصوص اجرای این قرارداد جلب نشده به اطلاع دبیر کل خواهد رساند. ماده 13 یک، این قرارداد از تاریخی که در دولت بدان بپیوندد لازم اجرا خواهد بود. این قرارداد از آن پس نسبت به هر یک از دولت‌ها و سرزمین‌های از تاریخ تسلیم سند تصویبی یا الحاق آن دولت یا اطلاعیه مبنی بر اجرای قرارداد در آن سرزمین قابل اجرا خواهند بود. ممنون. خیلی بیشتر هستش و ممنون این وقت رو در اختیار من گذاشتین. متشکرم. سپاسگزارم از سخنرانیتون خانم ولیزاده. ولی خب باید برنامه ریزی میکردید ظرف مدت 15 دقیقه کنوانسیون رو با مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مقایسه میکردید. خب از همکاران آقای نوروزی لطفا بفرمایید. مایک براتون آزاد. صداتون رو ما نداریم. خانم ولیزاده، عرض به خدمتتون که مطالب خیلی خوبی جمع‌آوری کرده بودیم. یعنی مشخص بود خیلی زحمت کشیده بودیم، خیلی رفته بودید مطلب رو جمع‌جو کرده بودید. ولی من ازتون یه درخواستی دارم، چون که توی صحبتاتون با توجه به اینکه مطالب مشخص بود براش تایم گذاشته شده و خیلی دنبال تحقیق رفته بودید، ولی اصلا گویا نبودش. یعنی اینکه
خیلی راحت بخوام بگم انگار یک ساعت پیش شما این مطالب رو جمع‌آوری کرده بودین و اینکه اومدین اینجا صحبت کنیم. من متوجه صحبت شما میگم صحبت ها جمع‌آوری شده بود ولی کاملا شیشتونگ حواس باید اونجا بودش و ممنون میشم یه مقداری صریح تر صحبت کنید و روانتر صحبت کنید تا اینکه بنده نوروزی هم متوجه بشم. شاید دوستان متوجه شده باشن، شاید اشکال از من باشه البته، ولی صریح تر صحبت کنید. من از شما ممنون هستم، خسته نباشید. ممنونم آقای نوروزی از اظهار نظرتون. معمولا توی کنوانسیون ها، حالا به فرض بگیریم اگه 15 ماده داشته باشه، 5 ماده اولش معمولا مهم هست، 10 ماده بعدی بیشتر چیزای اداری هست که میشه اونا رو فاکتور گرفت. در عوض اون 5 ماده اول رو که لب کلام رو میگه بیاین بعد با قانون اساسی کشورمون مقایسش کنیم. ولی در هر صورت بازم ممنونم از خانم کوثر ولیزاده. خب اگر از همکاران نقطه نظری ندارید که بله، دعوت میکنم از خانم سپیده عشقی با موضوع سخنرانی دست فروشی و زنان. لطفا خانم عشقی دستتون رو بالا ببرید که مایک براتون آزاد بشه. با سلام خدمت دوستان، صدای من تو جلسه هست؟ بله بفرمایید. بله، 14 نوامبر روز جهانی دستفروشان هست که به مناسبت بیش از 1 میلیارد سوداگر غیر رسمی از سال 2012 برگزار میشه. حدوداً بیش از 1 میلیارد دستفروش در جهان مشغول کار هستند که هر چیزی از شیر پست تا سیم کارت و قطعات ماشین میفروشن. در واقع خیلی سخته تعداد دقیق دستفروشان رو به دست بیاریم. بعضی کشورها اصلا آمار نمیگیرن، بعضی از کشورهایی هم که آمار دستفروشانشون گرفته میشه احتمالاً کمتر گزارش میدن. تعریف دستفروش بسیار ساده است و معمولاً نباید با بزهکاری قاطی بشه. اونا فروشندگانی هستن که تلاش میکنن محصولاتشون رو بفروشن، همونطور که مغازه‌داران در مغازه‌هاشون اجناسشون رو میفروشن. در واقع سوداگران غیررسمی نه تنها شهرها رو پرج و جوش میکنن، بلکه در اقتصاد شهری نقش مهمی بازی میکنن، به خصوص در کشورهای در حال توسعه. چیزی که شاید درک نشه که اقتصاد غیررسمی با اقتصاد رسمی به هم بافته شده. در نهایت اونها دارن چنین کار شگفت انگیزی برای زنده موندن انجام میدن. معمولا چرا باید ما با اون رو بدرفتاری کنیم؟ نمیتونیم به خاطر همون چیزی که هستن، در واقع اینکه آدم های زحمت کشی هستن، بهشون احترام بگذاریم؟ بیش از 200,000 زن سال گذشته گردونه اشتغال خارج و بخشی از آنها به جمعیت زنان دستفروش اضافه شدن. این در حالیه که زنان دستفروش هم بعد از کرونا آسیب زیادی دیدن. گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از همشهری اعلام کرده کرونا در 1 سال گذشته زنان شاغل زیادی رو خونه نشین کرده. آمارا نشون میده که بیش از 200,000 زن از گردونه اشتغال شدن و سهم مشارکت اقتصادی زنان نیز کاهش چشمگیری داشته. اما اونچه که در این آمار ارقام و حتی قبل‌تر از آن دیده نشده وضع زنان دستفروش هست. نه تنها زنان دستفروش، بلکه تعداد زیادی از زنان بیکار و به جمعیت دستفروشان اضافه شدند. اما اصلی ترین دلیل گرایش به دستفروشی به عنوان شغل اصلی یا شغل دوم، بحران بیکاری و کافی نبودن درآمد افراد شاغل است. در سالهای اخیر به واسطه رشد نرخ طلاق، تعداد زنان سرپرست خانوار مرتب در حال افزایش یافتن هستش. هیچ آماری از زنان دستفروش در دست نیست. دستفروشی در هر منطقه تعریف و ویژگی‌های خاص خودش را دارد. در شهرهای شمالی بسیاری از زنان دستفروش روستاییانی هستند که محصولاتی چون سبزی محلی، صنایع دستی یا مواردی از این قبلی به شهر میبرن و میفروشن. در برخی مناطق چون استانهای شمال غرب و شمال شرق یا مرکز، دستفروشی میان زنان کمتر است و اگر هم باشه بیشتر در اختیار غیر بومی هست. استانهای جنوبی اما چهره دیگری از دستفروشی رو به نمایش میذارن.
در استانهای چون خوزستان و هرمزگان زنان زیادی به اجبار شرایط اقتصادی مجبور به دستفروشی در بازارها هستند. فارغ از تفاوت تعریف و هدف دستفروش زنان در استانهای مختلف، شیوع کرونا، تعطیلی مداوم بازارها در شهرهای قرمز و نارنجی، کاهش تردد شهروندان، افزایش قیمت کالاها، کاهش خرید مردم به دلیل ترس از انتقال بیماری و مواردی از این قبیل، دست کار کاسبی این قشر رو کساد کرده. سایت حکومتی ایلنا در توضیح این که زنان مجبور به اشتغال غیررسمی میشن می نویسه که در حوزه های رسمی محدودیت هایی هستش که زنان تن به برخی از محدودیت ها میدن تا بتونن شغل دست پیدا کنن. مهناز قدیرزاده، کارشناس حکومتی روابط کار، در توضیح مطلب فوق میگه که منظور از مشاغل غیر رسمی مشاغلی هستن که در سامانه های مربوط به وزارت کار یا تامین اجتماعی ثبت نمیشن. ببخشید صدای من نیست. چرا صدای شما هست؟ بفرمایید، خواهش میکنم. یهو تصاویر من همه قطع شد، معذرت میخوام. نه خواهش میکنم، ما صدای شما رو داریم. بله، مهناز قدیرزاده، کارشناس حکومتی روابط کار، در توضیح مطلب فوق میگه منظور از مشاغل غیررسمی مشاغلی هست که در سامانه های مربوط به وزارت کار یا تامین اجتماعی ثبت نمیشن. میدونیم که استخدام رسمی یک فرد برابر با پرداخت حق بیمه و مالیات غیر است. از طرف دیگر یک فرد استخدام شده باید حقوق حتما دریافت کنه. در سالهای اخیر پدیده شاهد بودیم که کارفرمایان وقتی میخوان زنی رو استخدام کنن به هر دلیلی عنوان میکنن که حقوق کمتر از حداقل رو به اونا پرداخت میکنن. موانع موجود از سر راه اشتغال زنان باعث میشه که روز به روز به تعداد زنانی که در مشاغل غیر رسمی فعال هستن افزوده بشه. شمار دستفروشان زن افزایش یافته و در مواردی شاهد بودیم کار در خانه زنان بیشتر شده. زنان زیادی هستن که محصولات خانگی تولید میکنن اما فروشنده محصولاتشون شوهراشون هستن. این کارشناس حکومتی در جای دیگه میگه که زنان شاغلی که کار کردنشون رسما ثبت نمیشه و بسیاری از زنان کارشون پنهان میشه و حتی درآمد حاصل از کارشون به جیب دیگران میره. عمدتاً ممکنه مثلا شوهراشون درآمدشون رو بگیرن و اغلب زنان دستفروش تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستن. خانم ناصری 29 ساله از زنان اهوازی است که در همه سالهای گذشته با دستفروشی نان پسر 10 ساله و دختر 14 ساله خودش رو تامین کرده. سختی‌های بعد از کرونا موجب شده که اون به زحمت بتونه اجاره یک خانه خراده رو تامین کنه و روزهای بسیاری بدون نهار یا شام بمونه. او پیش از این سفره می‌فروخته و با افزایش قیمت سفره سراغ فروش دستمال کاغذی رفته. دستمال کاغذی هم میگه صرفی نداره و جوابگوی هزینه‌های زندگی نیستش. با پسر 10 سالش دستفروشی میکرد و گاهی اوقات دستمال کاغذی‌ها از دستش به زمین میافتاد. به همین دلیل مردم ازش خرید نمیکردن. میگفتن که دستمال کاغذی‌ها آلوده شده و ازش خرید نمیکردن. اون مدتی هستش که شبا با پسرش زباله‌گردی میکنه تا پلاستیک و جعبه‌های مقوایی رو جمع کنه. در همه سالهایی که شوهرش به خاطر دعوا تو زندان بوده نتونسته تحت هیچ نهاد حمایتی قرار بگیره. شریفه در بازار اهواز دستفروشی میکنه. اونم دو تا پسر داره و از وقتی شوهرش که کارگر ساختمانی بوده و در یک سانحه زمینگیر شده سرپرستی خانواده‌اش رو به عهده گرفته. او باقلوا و بامیه و سبزی میفروشه. همه چیزهایی که مردم این روزا کمتر تمایل به خریدنش دارن. زندگیش به سختی میگذره اما سختی‌ها باعث نشده اخلاقو فراموش کنه. حتی حق الحرام، یعنی شاید ترازو اشکال داشته باشه و وزن کم و بیش حساب کنه، اونم حتی رو قیمت جنسش حساب میکنه. نه اوضاع شریفه رو به راه هست و نه اوضاع سنیه که در بازار ماهی میفروشه و با همسر و 3 بچهش زندگی میکنه. عباس همسر سنیه ماهیگیر است
و در بلم در رودخانه تور پهن میکنه و بعد از سگ با سریه به بازار میاد و محصولاتش رو میفروشه. تعطیلی های مداوم بازار بیشتر از همه برای سلیه گرون تموم شد. سلیه در بازار عبدالحمید لباس قواره و پارچه بریده شده رو از پارچه فروشی میخره و کنار خیابون میاره و میفروشه و خرج زندگی خودش رو سه فرزندش رو تامین میکنه. او توضیح میده که تعطیلی بازار رو کاهش تردد مردم بازار زندگیش رو سخت کرده. میگه من سواد ندارم که جنسم رو با موبایل بفروشم. منظورش به فروش مجازی هستش. قبلا میگه مردم به بازار میومدن و از من خرید میکردن، اما حالا گاهی هیچ چیزی نمیتونم بفروشم. در شهرهای شمالی هم اوضاع زن دستفروش تفاوت زیادی نمیکنه. زبیده یکی از زنانی است که البته از راههای دور به گرگان مهاجرت کرده و همه درآمد خود و خانواده خودش رو از جای اسفند و سنگپا و لیف و وسایل بهداشتی تامین میکنه. اون میگه هر بار که تعطیلی اعلام میکنه زندگی ما هم سخت‌تر میشه، چون مردم باید تو خیابون باشن تا جنس ما رو بخرن. اون هم مثل بقیه زن دستفروش کرونا رو برای خودش خطرناک میدونه، اما در همین خیابون ها کرونا گرفت و بیشتر از یک ماه نتونسته بود که سر کار بره. هر سالی در بزرگداشت روز منع خشونت علیه زنان، یعنی در 25 نوامبر، سازمان های مردم نهاد، سازمان های بین المللی ناظر بر وضعیت زنان و نهادهای دولتی که متولی منع این نوع تضییع حقوق زنان هستند، فهرست‌های بلند بالایی را ناظر بر همه خشونت‌هایی که در سراسر جهان به زنان اعمال میشه منتشر می‌کنند. در این میان اما وقایعی هستش که یادآور وجود و استمرار خشونت‌هایی است که نه فقط به شکل مستقیم بر زنان اعمال میشه، بلکه تبعاتش چنان بر سایر حوزه‌های دیگر از زندگی آنها تأثیر می‌ذاره که خود مسبب و زمینه ساز خشونت‌های دیگر علیه زنان هستش. از این دست خشونت‌ها رو سال گذشته با ماجرای اسیدپاشی و صورت زنان اصفهانی شاهد بودیم، عملی که خشونت نهفته در آن حاوی پیامی بود به شناعت خود عمل، پیامی که محتوایش جز حکم به خانه نشین کردن زنان نداشت. خشونتی که هر روز علیه زنان دستفروش اعمال میشه از همین دست خشونت‌های توأم است. خشونت اقتصادی نهفته در پس خشونت‌های کلامی و جسمی. تجربه مشترک زنان دستفروش نه فقط در ایران بلکه ممکن در تمامی جهان باشه. انتشار فیلمی در شبکه‌های مجازی که در اون زن دستفروشی در فومن مورد اهانت و سپس ضرب و شتم مأمور شهرداری قرار گرفت، انزجار بسیاری را برانگیخت. فیلم ماجرا دست به دست شد و کاربران بسیاری خشونت کلامی و جسمی علیه دستفروشان را تقبیل کردند. همچنین عده دیگر آن را تهاجمی که باعث مرگ علی چراغی دستفروش که در جلوی چشمان فرزندش به ضرب پنجه بوکس مأموران شهرداری کشته شد مقایسه کردند. اما در این میان آنچه که از اون صحبتی نشد در نتیجه این سیاست خشونتبار هست علیه زنان، نتایجی که خود زمین ساز خشونت دیگری هست که میتوان نام آن را خشونت حاصل از ممانعت زنان از اشتغال و خشونت گرفتن فرصتهای شغلی از زنان نامید و باید آن را در زمره خشونت اقتصادی علیه زنان فهرست کرد. یعنی رفتارهایی که با ایجاد مزاحمت باعث ایجاد اختلال در کار زنان شده و یا آنها را وادار به ترک شغلشان میکنند. مطالعات میدانی نشان میده که بسیاری از زنانی که در سطح شب یا در وسایل حمل و نقل عمومی به دستفروشی مشغول هستند، سرپرست خانواده خود هستند و تنها نانآور خانه هستند. نه مسئولیت آنها در قبال فرزندانشان امکان اشتغال به شغل دیگری جز فروشندگی سیار به آنها میده، نه سرمایه‌ای دارن که بتونن از آن برای فعالیت مثلا خیشفرما در خونه یا یه محلی که اجاره‌ای هست فعالیت کنه. فضاهای عمومی شهر تنها مایملک آنهاست و انعطاف شغلی دستفروشی یگانه فرصت آنها برای کار. با تهاجم لسانی و فیزیکی از طرف مأموران شهرداری، یعنی نمایندگان مدیریت شهری،
همزمان هم این میملک و هم این فرصت مورد هجوم قرار میگیره. هجومی به حق کار زن دستفروش به موازات هجوم به خود او. زن 50 ساله‌ای که در مترو تهران دستفروشی میکنه در طول صحبتش باها تکرار میکنه که اگر پول یا سرمایه داشت مغازه اجاره میکرد که در اون سختی شرایط کارش مثل این که هوا سنگین میشه توی مترو جریان هوا جریان نداره، تمام روز بدون دیدن نور آفتاب باید بگذرونه و مجبور بار سنگین وسایلش رو تمام روز رو دوشش هم کنه. در کنار تمام اینها ترس از درگیر شدن با ماموران از اینکه جنسش رو بگیرن و تنها سرمایه‌اش هم برباد بره. با اضافه میکنه که گاهی اوقات شب‌ها ترس اینکه جنس‌ها رو گرفتن از خواب میپرن. اونا میخوان کار منو از من بگیرن. این تنها کاری که من میتونم انجام بدم. دختر جوان فروشنده نیز از برخورد خشونت‌آمیز کلامی و جسمی اله دستفروشان تو مترو میگه. زد و خورد، تهدید به دادگاهی کردن، تهدید به بردن ما به کلانتری، بردن جنس ها. فکر میکنی برای چی بود که پسر خودش رو انداخت تو ایستگاه گلبرگ خودش رو انداخت جلوی مترو؟ میگه تازه اون مرد بود و از خانتهایی که به ما میکنن آزاد بود. نمیگم چه حرفایی که میزنن، نمیگم چون نمیتونی بنویسی، ولی حق با اوست، نمیتونم بنویسم. میگه اگر مجبور نبودم هیچ وقت پامو نمیذاشتم تو مترو. پای صحبت هر کدومشون که بشینی قصه‌های بسیاری هست برای تعریف کردن دارن و همه این سوال دارن که مگه شغلشان چه عیبی داره؟ مردم که از ما خرید میکنن، خب ساعت‌های شلوغ هم بعضی قور میزنن، ولی اگه ما هم نبودیم بالاخره همه از شلوغی شکایت میکردن. زنان دستفروش مترو فقط محصولات تغییرات اقتصادی نیستن، به عنوان یک عامل تغییر اجتماعی باید مورد مطالعه قرار بگیرن، زیرا با اینها کار توانستن نظم عمومی و فضای عمومی یکی از مهمترین مراکز عمومی تهران رو به چالش بکشن و هر روز یادآوری میکنن که زنانی در این شهر هستن که احتیاج به کار دارن، زنانی که هیچ کس قادر نبوده برای شأن کسب و کار براشون کسب و کار مناسب ایجاد کنن. حتی شما هم تو مترو تهران با زنانی روبرو میشین که ساقهای سنگین رو از این واگن به اون واگن جابجا میکنن. زنانی که هر نوع کالایی که تصورش رو بکنی میفروشن، برخی تنها راه زندگی تامین زندگیشون فروش همین محصولات است. طبق آنچه کارشناسان اجتماعی میگویند پدیده دستفروش زنان با افزایش فقر اقتصادی خانوارها و همچنین افزایش تعداد زنان سرپرست خانواده رشد قابل توجهی یافته. برخی نیز انواع تفکیک جنسیتی همچون جداسازی زنان و مردان تو اتوبوس در مترو و موضوع می‌دانند که دستفروشی برای زنان را راحت کرده و پدیده به نام دستفروشی زنان در واگن‌های زنانه مترو تهران را رقم زده. نتایج این پژوهش همچنان حاکی از اون هستش که بیشتر زنان دستفروش مترو تهران که در سنین مختلف و مشاغل مختلف به این کار مشغولن زنان سرپرست خانواده هستند و هزینه تامین زندگی خودشون و دیگران رو به اونها وابسته است. همه این زنها نبود شغل و کسب و کار مناسب رو دلیل اصلی این کارشون میدونن. زنانی که وامانده از هر جای دیگر و در بازاری کاری کاملا نابرابر و ناامن واگن‌های زنانه مترو تهران و یگانه مکان مناسب برای کسب و کار خودشون میدونن. اونا همچنین زنانه بودن محیط کسب و کارشون یکی از عوامل اصلی انتخاب این شغل میدونن و به ناتوانی دولت برای ایجاد شغلی مناسب تاکید میکنن. زنان دستفروش همگی به این محرومیت‌ها و نداشتن شبکه‌های حمایتی تاکید دارن، گویی با حضور در این مکان‌های عمومی به دنیای جدیدی پا گذاشتن. جالبتر از هر نکته این که این زنان کمتر به مشکلات هر روز خودشون اشاره میکنن. شغلی سخت و طاقت فرسا که از صبح تا شب با فشار دائمی بر زنان دستفروش شد، بیم همیشگی آنها از دستگیری همراه است و در این حال هیچ آینده مشخصی نیز ندارم. یکی دیگر از نتایج این پژوهش نشان میده که این زنان تقریبا از همه حمایت‌های اجتماعی بی‌بهره اند. نداشتن کارفرما را یکی از مزیت‌های شغل خود می‌دونند. مسئولان و ماموران پلیس نیز اعلام می‌کنند با دستگیری و ضبط اشخاص زنان نمی‌توانند به کار آنها پایان دهند.
این زنان به جز یافتن شبکه‌های دوستی که اونها رو برای داشتن کسب و کار موفق‌تر یاری می‌کنند، به نوعی همدلی و با یکدیگر دست یافتند تا در برابر پلیس مقاومت کنند. آنها همواره یکدیگر را از وجود پلیس مترو مطلع می‌کنند و گاهی در این کار مسافرانی که همگی زن هستند نیز به اونها کمک می‌کنند تا این زنان بتونن به کسب و کارشون ادامه بدن. زنان دستفروش که معمولاً دو کیسه بزرگ در دست دارن، این روزها یکی از تصویرهای همیشگی مترو تهران هست. خانم روزنامه‌نگار روزنامه ایران میگوید برای فهم شرایط شغلی زنان دستفروش و میزان خشونتی که تجربه می‌کنند به مترو رفتم تا گفتگویی با آنها داشته باشم. تعداد زیادی از این خانم‌ها مایل به مصاحبه نبودن، اما موفق شد که با چند نفرشون مصاحبه کنه. خانم مهناز 35 ساله میگه 3 ساله هستش که در مترو دستفروشی میکنه. پیشتر در بازارچه‌های موقت که در سطح شهر برپا بود غرفه میگرفت، اما با افزایش هزینه‌های زندگی مجبور شد به مترو بیاد. فوق دیپلم حسابداری داره، متأهل هستش و 3 فرزند داره. مهناز میگه صبح زود از خانه خارج میشه و حدود 5 اصل خونه برمیگرده. اون میگه در یک سال اخیر به خاطر شیوع کرونا اوضاع کار ما تغییر کرد. قبل از کرونا بسته به فصل تا شب در مترو بودم. درآمدی که به دست می آوردم پول اجاره خونم رو میداد و حقوق همسرم هم در طول ماه زندگی می کردم. در هفته 2 روز به بازار میرم و اجناسم رو تهیه می کنم. این شغل سختی فراوانی داره. مجبورم اجناس رو مدام هم کنم و مدتی هستش که آرتروز گردن گرفتم. در کل روز هم از نور خورشید و هوای آزاد محرومم. زمانی که طرح جمع‌آوری اجرا میشه با ماموران مترو درگیری داریم. به طور میانگین ماهی یک بار که گاهی به توقیف اجناس میرسه چند سال پیش در بازارهای فصلی قرفه میگرفتم، اما اجاره اونا اینقدر بالا رفت که مجبور شدم تمام وقت کار کنم. دستفروشی در مترو نسبت به دیگر مشاغل درآمد بهتری دارد، اما پایدار نیست و بیمه هم ندارد. من واگن بانوان را برای کار انتخاب میکنم که از آزار مردان در امان باشم، اما وقتی جنسم را توقیف میکنن با هزار پیشنهاد بیشرمانه ماموران مواجه میشم تا جنسم را آزاد کنم، تا جایی که بارها از پس گرفتن اجناس هم صرف نظر میکنم. از مدیر ایستگاه گرفته تا مامور و حتی نظافتچی بارها به من پیشنهاد دادن و وقتی این پیشنهاد را رد میکنم نمیذارن در اون ایستگاه لحظه استراحت کنم یا جنسم را توقیف میکنم. زهرا 17 ساله دانش آموزه، از سال گذشته در مترو دستفروشی میکرد. زهرا تجربه یک ساله دستفروشی در مترو اینطوری روایت میکنه که میگه شروع کار من از اینستاگرام بود، اما بعد از مدتی به پیشنهاد دوستم به مترو اومدیم. در روز حدود 7 یا 8 ساعت کار میکنیم. من همیشه در واگن بانوان اجناسمو میفروشم. یک بار از سر کنجکاوی رفتم در واگن آقایان، فکر کردم برای همسر یا دوست دخترشون خرید میکنم، اما اینقدر اذیتم کردن و به بدنم دست زدن که تا چند روز گریه میکردم. فکر میکردم که من دنبال رابطه جنسی هستم. دوستم گفت فکر میکنید چرا هیچ کدوم از زنها به واگن مردونه نمیرن؟ زنها ترجیح میدن در دو واگن ابتدا و انتهای قطار با مشتریهای بسیار کمتر کار کنن تا با آزار مردان مواجه نشن. اجناس من در کوله پشتی هم جا میشود و وقتی از کنار مامورا رد میشم مشخص نیست که دستفروشم، اما نمیدونم مامور ایستگاه کنار خانمون از کجا متوجه شد که من دستفروشم. خیلی اذیتم کرد. گفت باید کیفتو بگردم. سریع زنگ زدم به برادرم و خودشو رسون. با مامور درگیر شد و پلیس اومد. پدرم رو هم آوردم. یکی از بدترین روزهای عمرم بود. پلیس و مامورای پدر و برادرم میگفتن بی غیرتی که میذارید دختر جوانتان در مترو دستفروشی کنه و به هزار راه بد کشیده شود. برادرم بغض کرده بود و پدرم سرش را انداخته بود پایین و هیچی نمیگفت. خیلی عصبانی بودم و دیگر به اون ایستگاه نرفتم. حاضرم مسیر طولانی را طی کنم تا به ایستگاه دیگری برسم، اما اون مامور رو دیگه نبینم. شبنم 22 ساله دانشجو هست. یک سال هستش که در مترو دستفروشی میکنن. ماسک پارچه‌ای میفروشن و مشکلاتش رو اینگونه روایت میکنه. به خاطر فشار درسی نمیتونم شغل ثابت داشته باشم و ناچارم در مترو دستفروشی کنم. نامزدم مخالف کار کردن من در مترو است و همیشه نگرانم اتفاقی من اونجا ببینم.
البته حق هم دارد چون خیلی اذیت میشوم، هم از سمت مسافران هم از توسط دستفروشان مرد و ماموران که دیگر جای که جای خودشو دارن. وقتی میفهمن دستفروش هستی به خودشون اجازه میدن پیشنهاد رابطه بدن، چون میدانن به پول احتیاج داری که در این وضعیت قرنطینه به این دالان مرگ میای. نمیدونم بقیه جاها هم همینطور هست یا نه، اولین تجربه کاری من است، اما دوستانم که در شرکت ها کار میکنن هم بازار جنسی مواجه هستن. به نظر من در مترو بدتر است، چون دستت به هیچ جا بند نیست. یک بار معمولی حرفای بسیار زشتی به من زد، با او درگیر شدم و به مدیر مترو اطلاع دادم. مدیر طرف معمول رو گرفت و حرفای ناپسندی به من زد، گفت اگر خانواده درستی داشتی اینجا کار نمیکردی. این حرفا برای من خیلی سنگینه، انگار در این کشور زندگی نمی کنند و وضعیت اقتصادی رو نمی دونن. اگر مجبور نبودیم که در مترو دستفروشی نمی کردیم، برای اینکه از آزار اذیت مردم در امان باشیم فقط در واگن بانوان کار می کنن. اینها از طریق دوربین ها ما رو شناسایی می کنن. یکی از ماموران یک بار به من پیشنهاد رابطه داد و من با تندی رد کردم. در کمال وقاحت گفت بگذار تر اجرا شود و اجناست رو توقیف کردم به دست و پایم میافتید. این اجرای تر هم شده ابزاری تا اینها هر کاری میخواهم بکنن. بعضی از دستفروشان خانوم با این ماموران رابطه دارن، یعنی مجبورن که داشته باشن. خبرش میرسد که فلانی رابطه دارد و وقتی تر اجرا میشه دستفروشان دیگر به او رجوع میکنن تا پادرمیانی کنن و جنسشان را پس بگیرن. واقعا وضعیت امنیت در مترو دردناک است، مخصوصا برای دختران جوان. اونقدر آزار میبینن که تسلیم خواسته ماموران میشن و ترجیح میدن با یک نفر باشن تا اگزند بقیه در امان باشن، چون وقتی میفهمن زنی با یکی از خودشون در رابطه هستش بی خیال اون میشن. منتظرم درسم تمام بشه تا بتونم یه شغل ثابتی برای خودم پیدا کنم و از این جهنم خلاص شم. لیلا 40 ساله هستش، لیسانس ادبیات دارد و 7 سال است که در مترو دستفروشی میکنه. این نخستین شغل اون نبود، پیشتر هم معلم حق و تدریس آموزش پرورش بود و به خاطر هزینه های زندگی به اجبار به دستفروشی روی آورد. میگه که بارها اجناس هم رو توقیف کردن و با 1000 بدبختی آزادشان کردن. چندی بار هم پس ندادن و ضرر زیادی متحمل شدن. مدیرانی که این طرح ها رو میذارن براشون اهمیت نداره چه بر سر ما میاد. میگوین مترو که فروشگاه نیست، انگار که ما خوشمون میاد که این کارو بکنیم. یک بار که مسئول دولتی به مترو اومد و با ما صحبت کرد به اون گفتم این شغل آخرین امید ماست، این رو هم از ما بگیرین زندگیمون نابود میشه. تا مدتی پس از اون طرح اجرا نشد اما دوباره شروع شد. بارها گفتم میخوایم شما رو سازماندهی کنیم و اسم نویسی کردیم اما هیچ کاری نکردم. من ابتدا کنار خیابون بساط میکردم، معمولاً شهرداری اینقدر اذیت میکردن که ترجیح دادم به مترو بیام. رشوه کمترین درخواستشان بود و پیشنهادهای کثیف میدادن. هرچه بیشتر در خیابون باشی آزار هم بیشتر میبینی. کمترینش مطلق و حرفای زشت است. زیر زمین شرایط امتر از روی زمین است، البته به خاطر واگن بانوان، وگرنه جرئت نمیکنم به واگن عمومی برم و میدونم که چی در انتظارم هست. محدثه 29 ساله است، متأهل و مادر یک کودک خردسال 3 ساله هستش که در مترو دستفروشی میکنه. شرکتی که در اون کار میکرد به محض اطلاع از بارداری اخراجش کرد و پس از تولد فرزندش تا 1 سال تو خونه موند. به خاطر هزینه زندگی مجبور به دستفروشی شد. او شرایط شغلش رو اینگونه بازگو میکنه که هیچ قانونی از ما حمایت نمیکنه، انگار وجود نداریم. سالها زنان در مترو دستفروشی میکنن و تنها کاری که مسئولان تاکنون انجام دادن ممنوعیت کار ما بوده. اجناسمون رو میگیرن و باید از هفتمان رستم رد بشیم تا پس بدن. من مجبورم این کار رو انجام بدم. حقوق وزارت کار کفافه که هزینه ما رو نمیده. درآمد دستفروشی از بقیه شغل‌ها بهتره. بهتر که چه ارز کنم، تقریبا هزینه سر به سر میشه. زمانش هم منطق هستش، مجبور نیستم در ساعت مشخص سر کار باشم. فرزندم کوچیک هستش و شغل ثابت مناسب شرایط من نیست. در مترو هم امنیت ندارم. اسمش این است که در واگن بانوان و فضای زنانه کار میکنیم، اما باید قطار رو عوض کنیم و گیت ماموران بگذاریم. تجربه های بدی از ماموران دارم. چند ماه پیش بود که اجناسمو توقیف کردن. یکی از ماموران به من پیشنهاد رابطه داد، گفتم متأهلم، اهمیتی ندارد و بر پیشنهادش اصرار کرد.
من هم بیخیال اجناس شدم. هر بار او را میبینم تمام بدنم میلرزد. جرأت نمیکنم به همسرم بگویم چون مانع کار کردنم میشه و واقعا درآمد من زندگی من رو نمیچرخونم. شوهر 44 ساله هست و 15 سال هستش که دستفروشی میکند. صبح زود از اطراف کرج به تهران میاد و تا شب در مترو کار میکند. وضعیت قرنطینه یک سال اخیر به شدت شغلش رو تحت تاثیر قرار داد و در این مدت دو بار کرونا گرفته بود. میگه که جوان بودم که دستفروش شدم. اکنون الان احساس پیری میکنم. سرمای زمستان و گرمای تابستان و سیبی های زندگی تنمو کاملا فرسوده کرده. وقتی دستفروشی یعنی آدم نیستی. زن هم که باشی بدبختی دوچندان میشود. دولت هیچ کمکی به تو نمی کند. فقط همه چیز رو بدتر می کند. پس از سالها دستفروشی در خیابان مترو رو انتخاب کردم تا بتونم امنیت بیشتری داشته باشم. هرچی بیشتر در دسترس مأموران باشی آزار هم بیشتر هست. دوستی داشتم که در خیابون دستفروشی میکرد. خیلی زیبا بود. مأموران شهرداری رهایش نمیکردن. متأهل بود و فرزند داشت. اما متأهل بودن اهمیتی براشون نداشت. هر روز به شکل او را آزار میدادن تا اینکه مجبور شد با یکی از مأموران رابطه برقرار کنند. تا مدتی دست از سرش برداشتن. تو حوزه آن مأمور را تغییر دادن. بین مأموران اسم دوستم بر سر زبانها افتاده بود و مثل لاشخور بر سرش ریخته بودند که نفر بعدی باشن. دیدن این اتفاقها خیلی دردناک است. کافی زن باشی و فقیر. دستت هم به هیچ جایی بند نباشد. آن وقت ببین همین مردان اوتو کشیده و شیک چطور با تو برخورد میکنن. انگار بیتون مالی و همه باید از بدن سهمی داشته باشن. تا یک جایی میشه ادامه داد، اما از اون به بعد کم میاری. اگر میخواید بدانید که چه بر سر زنان دستفروش میاد، خلاصه میشود که هر چه بر سرت بیاید دستت به هیچ جا بند نیست، چون ادامه فعالیت مدارا با افرادی است که به اساس قانون تو را مجرم میدانند. چون از نظر آنان دستفروشی جرم است. دقیق‌تر بخوام بگم چون فقیر بودن جرم است. برای بررسی آزار و اذیت‌های جنسی زنان دستفروش در مترو سراغ یکی از مدیران مترو رفتم. او با بیان این که از بالا دستور می‌آید که جلوی دستفروشی را بگیری می‌گوید متأسفانه از این مسائل مطلع هستیم. اما شرایط ما را هم باید در نظر بگیرید. اولا دستور میاد که جلوی دستفروشی رو بگیریم. مسافران اعتراض میکنن که دستفروشان مزاحم آنها هستند. قطار شهری جای فروشندگی نیست و هیچ جای دنیا در مترو دستفروش ندارد. وضعیت زنان دستفروش در مترو در زمان اجرای طرحهای منع دستفروشی اسفناک میشه و این طرحها ابزاری در دست مجریان هست تا بتونن در موضع قدرت قرار بگیرن و به زنان خشونت کنن. او ادامه میده مترو تهران را همه به عنوان محل دستفروش میشناسن و به هیچ شکلی نمیتونیم دستفروشی رو جمع کنیم و مجبور به اعمال زور هستیم. در این دوره کرونا هم محدودیت‌ها بیشتر شد و به خاطر حفظ بهداشت مجبور بودیم سخت بگیریم. راه حل‌هایی که مسئولان در مواجهه با دستفروشی اتخاذ میکنن تا کنون بر وقامت شرایط دستفروشان افزوده. زنان دستفروش به صراحت از افزایش انواع خشونت در دوره‌های اجرای طرح‌های منع دستفروشی سخن میگن. تکرار مداوم این طرح‌ها نه تنها به مسئله دستفروشی پاسخ نمیده، بلکه تنها رنج این زنان رو افزایش میده. تنها راهکاری که برای برون رفت از این وضعیت وجود داره ایجاد سازوکار قانونی است که این فضای خاکستری رو زیر سیطره قانون بگنجونه و حقوق و مسئولیت این شغل مشخص بشه. کارشناسای حکومتی سالهاست که در رسانه ها از سازماندهی دستفروشان حرف میزنن، اما رژیم ایران در شرایطی که مردم ایران در شرایط بحرانی اقتصادی روز به روز فقیرتر میشن کماکان سرمایه مردم به هدر میدن. این رژیم هر سال حدود 700 میلیون دلار صرف فعالیت های تروریستی میکنه. در داخل ایران نیز بودجه نیروی انتظامی از 27,262,804,000,000 تومان در سال 1400 به 43,237,116,000,000 تومان افزایش یافته. در واقع دو برابر شده. نیروی انتظامی نیست این بودجه را صرف سرکوب زنان، سرکوب اعتراضات و بگیر و بند و ایجاد رعب و وحشت میکنه. مأمور شهرداری به بهانه سازماندهی دستفروشان در خیابان به آنها حمله میکنند و ضمنش ضرب و شتم وحشیانه تمامی سرمایه ناچیز اونها رو هم در بساط کوچکشون که خلاصه میشه با خودشون میبرن. گسترش دستفروشی میان زنان تا
تنها وجه از عملکرد نظام فاسدیه که هم‌اکنون در ایران قدرت داره. این زنان مشمول هیچ حمایتی از سوی حاکمیت نیستن. در واقع انتظار بهبود وضعیت معیشت زنان به اخشار کم درآمد از نظام سیاسی حاکم بیهوده است و قطعاً با گسترش مطالبه گری و تداوم اعتراضات و آگاهی رسانی به آنچه که حق ملت هست، یه جورایی میتوان به این وضعیت وخیم پایان داد. ممنون که به صحبت های من گوش دادین. مایکل رها میکنم. سپاسگزارم خانم عشقی عزیز از هم موضوع خوبی که انتخاب کرده بودید و هم سخنرانی خیلی خوبتون. متاسفانه زنانی که دستفروش هستن خودشون نمیخوان، بلکه مجبورن، حالا چه کسانی که شوهرانشون رو از دست دادن، چه کسانی که شوهرانشون رو توی زندان هست یا طلاق گرفتن. در هر صورت زنانی هستن که اکثرا سرپرست خانوار هستن و دولت میتونه به این زنان سرپرست خانوار آموزش‌های لازم رو بده که هر کدومشون یه آموزش، یه حرفه یاد بگیرن و مکان‌هایی رو در اختیارشون قرار بده که بتونن حالا اون حرفه‌ای که بلدن کار کنن یا چیزایی که می‌سازن رو عرضه کنن. متأسفانه همونجوری که فرمودید سرمایه های ملت صرف کارهای بیهوده میشه، کارهایی که باید برای فقر زدائی باشه هیچ اهمیتی داده نمیشه. خب از همکاران اگر در رابطه با این سخنرانی نقطه نظری دارید بفرمایید. بله آقای نوروزی، مایک براتون آزاده. بفرمایید. مرسی از صحبت شما خانم عشقی. من خواستم یه مطلبی رو بهش اشاره کنم. شاید خیلی از دوستان در جریان دوتا از هموطنهای عزیز ما باشن. اسم همسرشون رو من یادم نمیاد دقیقا، ولی اینها توی یه زن و شوهری بودن که شالگردن و کلاه و این چیزا درست میکردن، از هموطنان عزیز شمال کشورمون بودن و خب حالا با اون لحن طنزشون مشکلات خودشون رو اعلام میکردن. خدمت دارم عرض میکنم یه خانم و آقا، یعنی یه خانواده در کنار همدیگه داشتن شالگردن و این چیزا تولید میکردن و توی خیابون میفروختن. فکر میکنم این موضوع برای تقریبا، یعنی من این دوستان رو که میشناختم تقریبا موضوع برای 4 سال یا 5 سال پیش. ولی جمهوری اسلامی متاسفانه روی همین طنز اینا هم نتونستش طاقت بیاره، یعنی انتقاد از طریق طنز رو نپذیرفتش و این بنده خداها مجبور شدن از ایران مهاجرت کنن. و بعد از مهاجرت آخرین ویدیویی که من از اینا دیدم و میگم حداقل میتونم بگم 3-4 سال من از اینا خبر ندارم، با شبکه های حالا خارج از کشور، اونایی که حالا دنبال خیلی از داستان ها هستن، داشتن صحبت میکردن و این خانم آقایی که هیچ موقع حرف رکیک و حرف زشت از دهنشون در نمیومد جملاتی رو به کار بردن که من برای من مثلا جای تعجب بودش که اینا اصلا چجوری میشه اینه که تو ایران اینجوری داشتن نقد میکردن، الان اومدن خارج از ایران و الفاظی دارن به کار میبرن که اصلا برای من خودم برای من قابل قبول نبودش. اصلا منظور در تکمیل صحبت های شما با توجه به که ممنونم از تمام آیتم هایی که بررسی کردید، این که فقط مخصوص زن ها نیستش این داستان، خانواده هایی هستن که در کنار همدیگه دارن دستفروشی میکنن و حالا بالاخره یه جوری هم باید تبلیغ کنن دیگه، هر کی به یه نحوه، یکی تو فیسبوک، یکی تو اینستاگرام، یکی تو تلگرام، این ور اون ور با روش ها و شیوه های خودشون. ولی شاهد این هستیم که حتی نقد رو هم دولتی که در حال حاضر و دولت قبلی قبول نمی کردش.
و این دوستان مجبور شدن که از کشور خارج بشن. و اینکه تشکر از صحبت های شما، فقط یه خاطره اومد تو ذهن من، گفتم که با بقیه دوستان در میون بذارم. متشکرم. ممنون از اظهار نظرتون. بله متاسفانه هر گونه نقد انتقادی رو اینا به شدیدترین وجه سرکوب میکنن و پاسخ میدن، اصلا انتقاد پذیر نیستن. و به قول شما زن و مرد نداره، همین چند روز پیش بود که یه آقای دستفروش رو اومدن مامورین شهرداری، تمام میوه هاشو بردن. این بیچاره التماس میکرد که این تمام دارایی منه، این برای خرج زندگیمه، اصلا انگار که از یه کره دیگه اومدن. واقعا انسانیت رحم و مروت از بین رفته، تمام میوه هاشو یا بردن و یا ریختن رو زمین. واقعا منظره وحشتناکی بود. خب از دوستان اگر اظهار نظری ندارید سخنران بعدی رو بریم. خب از در اینجا موضوع سخنران بعدیمون حجاب اجباری و تاریخچه اون در ایران هست که توسط خانم شراره مهبودی ارائه میشه. خانم شراره مهبودی اگر آماده هستید دستتون رو بالا ببرید. بله. بفرمایید. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان و خوشحالم که در خدمت شما هستم. موضوع سخنرانی خودم رو با موضوع حجاب اجباری و تاریخچه اون شروع میکنم. در واقع امروز ما اینجا هستیم که در مورد هدف پنجم سند 20 یونسکو، دستیابی به تساوی جنسیتی و پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران و ریشه کنی خشونت علیه زنان و دختران رو در موردش صحبت کنیم و در خصوص اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 3 و 22 اون که حق حیات رو برای همه و امنیت اجتماعی رو حق همه انسان ها دونستن، همه شهروندان دونستن، و همچنین ماده 1 و 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر که میگن همه انسان ها آزاد آفریده شدن و در حرمت و حقوق با هم برابرند، چه از لحاظ قومیت باشه، چه از لحاظ جنسیت باشه، چه از لحاظ رنگ باشه و زبان. من موضوعیت ما در خصوص حجاب هست. حجاب میتونه اولین حق یک انسان باشه، حق پوشش میتونه حق هر انسانی باشه. وقتی که حق پوشش رو از یک انسان میگیرن، مطمئنا در ادامه اون حق تفکر رو هم از اون انسان میگیرن. من در مورد تاریخچه حجاب اجباری، در واقع از زمانی که شکل قانون رو به خودش گرفته در ایران، بهش میپردازم که یک تیکه از تاریخ رو بررسی میکنیم ما امروز، که از سال 57 به بعد هستش تا زمانی که الان هستیم. شکل گیری قانون رو توی صحبت هم به شما میگم و کنشگری هایی که افراد مختلف برای مقابله با حجاب اجباری داشتن. و در ادامه اگر وقت داشته باشیم خیلی دوست دارم که دوستان دیگه هم مشارکت کنن و حالا نقطه نظرات خودشون در مورد سوالی که در پایان صحبت ها مطرح میکنم بگن. پس میریم سراغ این قانونی که در سال 1362 در زمینه رعایت حجاب اسلامی، یعنی که اون موقع وجود نداشت، و این قانون در سال 1362 تصویب میشه، ماده 102 که بعد با تبصری به موجب ماده 140 قانون مجازات اسلامی با این مبحث که هر کس عملا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس، از 10 روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق جریمه می شود، و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند، فقط به حبس 10 روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود. توی این تبصر اومده که زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا از 50,000
یا از 50,000 تا 500,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. یعنی به این شکل میاد و وارد قانون ما میشه، قانون اجاب اجباری، و ضمانت اجرایی پیدا میکنه که من بررسی میکنم توی این صحبت ها که اصلا نقطه شروعش از کجا بوده و کنشگرا و فعالهای ما چه کارهایی انجام دادن و چه افرادی در طول تاریخ موافق بودن با حجاب اجباری، چه افرادی مخالف بودن، چه افراد موافقی بودن که در ادامه هم میان همراه میشن و خودشون ابراز پشیمانی میکنن و مخالفت میکنن با این مسئله. به این شکل صحبت هم رو ادامه میدم. در 16 اسفند سال 1357 سید روح‌الله خمینی در جمع طلاب قم اعلام میکنه که زنان اسلامی باید با حجاب اسلامی بیرون بیاید، نه اینکه خودشان را بزک کنند. زنان هنوز در ادارات با وضع پیشین کار میکنند. زنها باید وضع خودشان را عوض کنند. به من گزارش دادند که در وزارتخانه های ما زنها لخت و هستند و این خلاف شرع است. زنها میتوانند در کارهای اجتماعی شرکت کنند ولی با حجاب اسلامی. سخنان خمینی درباره حجاب به سرعت منجر به تظاهراتی میشه توی 17 اسفند ما که من در ادامه در مورد این تظاهرات صحبت میکنم و یه تیترهایی توی روزنامه کیهان زده میشه که خواست امام این است که حجاب اسلامی در مملکت باید رعایت بشه و زنهای معترض به خیابون میان و شعارشون همین بوده که حجاب پاکی نمیآورد و حجاب هر کس در نهاد اوست. و سخنرانی که توی 17 اسفند داشته این سخنرانی رو انجام میداده که میگفته که زنها و مردها هر دوتاشون با هم دیگه توی انقلاب تلاش کردن برای پیروزی انقلاب و هر دوی زنان، هر دوی جنس، زنان و مردان باید آزاد باشد. و این مخالفت ها ادامه پیدا میکنه و بعد از اون دخترها و زنان توی بعضی از مدارس تهران تظاهرات میکنن. کارکنان زنان هواپیمایی ملی ایران به این فرمان معترض بودن و اونها دست به تظاهرات میزنن. جمعی از زنان کارمند توی تهران و برخی شهرهای بزرگ هم میان و به این اعتراضات میپیوندن. من اینجا پرانتز باز کنم دوستان که اون زمان فکر کنید خب نه میتونست نه ثبت شده، نه مثلا مثل الان بوده که اگر فردی توی تهران برمیگرده بتونن از طریق رسانه ها خیلی سریع انتقال بدن و یا اصلا مشخص بشه که تعداد افرادی که به این حجاب اجباری مثلا معترض بودن چند نفره. و خیلی ما نمیتونیم روی این آمارهایی که الان داریم میگیم، من فکر میکنم آمارها و مخالفت ها بیش از اینها بوده، ولی چیزی که الان ثبت شده اون اعداد و ارقامی هست که من در ادامه برای شما میگم و یا از طریق عکس ها و فیلم هایی هستش که مثلا طبق تحقیقی که ما داشتیم به با این شعار نویسی ها به این رسیدیم. مثلا شعارهایی داشتن مثل یا روسری یا توسری یا نه شرقی نه غربی، آزادی جهانی، که منظورشون از آزادی جهانی همون آزادی حجاب بوده. و توی همین راستا من میخوام بیام اشاره کنم قبل از این که برسم به کنشگری ها به یه صحبت حسن روحانی توی کتاب خودش داشته و ایشون از اولین مروجان حجاب اجباری بوده که توی خاطرات خودش توی جلد یکش توی صفحه 571 تا 573 میاد و اینجوری بیان میکنه که در ستاد ارتش با دوستان تصمیم گرفتیم حجاب الزامی کنیم که آغازی برای وزارتخانه ها و ادارات دولتی باشد. طرح اجباری شدن حجاب در ادارات مربوط به ارتش به عهده من گذاشته شد و بدین جهت در گام اول همه زنان کارمند مستقر در ستاد مشترک ارتش ها که نزدیک به 30 نفر بودن جمع کردم و پس از گفتگو با آنان قرار گذاشتیم از فردای آن روز با روسری در محل کار خود حاضر شوند. زنان کارمند همگی به جز 2 یا 3 نفر بی حجاب بودن، شروع کردن به غر زدن و شلوغ کردن، ولی من محکم ایستادم و گفتم از فردا صبح دژبان مقابل در ورودی موظف است از ورود خانم‌های بی حجاب به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگیری کند. پس از ستاد ارتش نوبت به نیروهای سگانه رسید. در آغاز به پادگان دوشان تپه رفتیم و همه کارمندان زن را که تعداد آنها هم زیاد بود در سالونی جمع و درباره حجاب صحبت کردم. در آنجا زنها خیلی سر و صدا را انداختند، اما من قاطعانه گفتم این دستور است و سرپیچی از آن جایز نیست. بعد توضیح دادم که ما نمیگوییم چادر سر کنید، بحث چادر مطرح نیست، سخن بر سر استفاده از روسری و پوشاندن سر و گردن است. در نهایت در آنجا هم گفتم به دژبان دستور داده ایم از فردا هیچ زن بی حجابی را به پایگاه راه ندهند.
این صحبت های حسن روحانی بوده که توی اون زمان، حالا بعد توی اسنادی که منتشر شده ما میبینیم که زهرا رهنورد هم جز افرادی بوده که با حجاب اجباری موافق بوده و ایشون مثلا با پاشوندن رنگ روی خانم ها یا پونس همراهی کردن این افراد. بعد از اینکه این قانون به حالا توی همون سال 57 که این مباحث مطرح میشه، زنها توی 17 اسفند سال 1357 دست به یه تظاهراتی میزنن، یعنی 8 مارس برابر بوده با 17 اسفند که روز جهانی زن بوده و این روز یکی از مهمترین روزهای تاریخ جنبش زنان توی ایرانه و دو هفته پس از پیروزی انقلاب توی دفتر خمینی تصمیم میگیرن به لغو قانون حمایت از خانواده و اجباری شدن حجاب اسلامی که توی این تجمعات و توی این تظاهرات چیزی که توی تاریخ نوشته شده و اومده میگن افراد حدود 5000 تا 8000 زن بودن که توی دانشگاه تهران میان تجمع میکنن و شعار میدن و همچنین تعداد زیادی از دانش آموزان مدرسه دختران هم به تظاهرات زنان تهران پیوستن و به نوشته روزنامه کیهان که چاپ همون 17 اسفند میگه گروه ها و دسته‌های مختلف زنان از صبح امروز در خیابان های شمالی و مرکزی تهران به مناسبت روز جهانی زن و به خاطر ابراز نظریات خود درباره حجاب زنان دست به راهپیمایی زدند. در راهپیمایی های امروز زنان تعداد زیادی از دانش آموزان مدارس دختران نیز شرکت داشتند. آنها ضمنا علیه کسانی که به زنان بی حجاب در روزهای اخیر حمله کردند شعار میدادند. راهپیمایی امروز در حالی انجام شد که ریزش برف بی‌وقفه و از نخستین ساعات بامداد آغاز شده است. شعارها در اول صحبت هم گفتم، باز میگم، آزادی جهانی است، نه شرقی است نه غربی، ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. این شعارها رو زنها توی اون زمان میدادن. در ادامه نخستین تظاهرات علیه حجاب توی بوده که حالا این باز بر اساس یه سری اسناد و مدارک دیگه که زده شده میگه که اینها رو چون یه ذره تکراری من گفتمش، این زنها میان حالا شعارهایی که داشتن اینا توی دانشگاه تهران، یک دیگرش این بوده که ما با استبداد مخالفیم، چادر اجباری نمیخواهیم و روزنامه کیهان میاد باهاشون یه سری مصاحبه رو انجام میده و بعد از اون توی روز شنبه 19 اسفند یه تجمعی رو زنان معترض در مقابل دادگستری تهران تشکیل میدن که این بار موافقان فرمان خمینی هم که به طور پراکنده علی معترضان، یعنی افرادی که الان دیگه یه سری افراد بودن که اومده بودن بر علی یک سری زنهای دیگه هم شعار میدادن و اونا، ولی این افراد معترض خیلی حضور پررنگتری داشتن و به شکلی بوده که نیروهای کمیته های انقلاب دستور داشتن که توی اون روز از زنان معترض در مقابل مردم خشمگین که خواستار رعایت حجاب در جامعه بودن مراقبت کنن. دفتر رهبر انقلاب اطلاعیه صادر میکنه که با مزاحمین بانوان به شدت برخورد خواهد شد. در تجمع زنان مقابل کاخ دادگستری، تجمعاتی هم زنان در مقابل کاخ دادگستری داشتن که حالا هما ناطق تاریخشناس معاصر به سخنرانی میپردازه و میگه که ما مخالف حجاب نیستیم بلکه مخالف تحمیل آن هستیم. در همین روز کیهان با شهاب‌الدین اشراقی داماد خمینی مصاحبه انجام میده که میگه باید حجاب، ایشون میگه باید حجاب رعایت شود و قوانین اسلامی مو به مو اجرا گردد و در همه مؤسسات و دانشگاه ها به این موضوع توجه شود، اما باید در نظر داشت که حجاب به معنای چادر نیست. همینقدر که موها و اندام خانم ها پوشانده شود و لباس آبرومند باشد حالا به هر شکلی مهم نیست. چادر چیز متعارفی است ولی بسیار خوب است، اما به خاطر طرز کار و نوع کار خانم ها شاید گاهی پوشاندن بدن و مو به طریق دیگر هم حجاب باشد، حرفی نیست. باید طبق نظر مبارک امام حجاب اسلامی در سطح کشور توسط خانم ها با اشتیاق اجرا شود. در مورد اقلیت های مذهبی همیشه نظر مبارک امام این بوده که آنها از هر حیث مورد احترام و حمایت باشند، اما اگر خانم های اقلیت های مذهبی هم رعایت حجاب اسلامی را بکنند چه بهتر. من اینجا یه صحبتی رو از خانم هما ناطق داشتم، ایشون جز افرادی بودن که در ابتدای انقلاب با اینکه جز فعالان زن بودند خیلی حالا با صحبت هایی که میکنن
بعدن خودشون میان و میگن که ما توی اون روزها زنهایی که مخالف حجاب بودن و واقعا برای اولیه ترین حق خودشون بیرون اومده بودن از خیابون رو رها کردیم به خاطر اینکه فکر میکردیم داریم با امپریالیسم میجنگیم، داریم با آمریکا میجنگیم و فکر کردیم که حجاب اولویت نیست و مسائل مهمتری داریم مثل سیاست، مثل انقلاب و مسائل دیگه کشور. ما زنها رو توی اون روز، منظورشون همون روز 17 اسفند هست، رها کردیم و ایشون میگه که من در مقابل تاریخ ابراز شرمگینی میکنم و معذرت خواهی میکنم به خاطر اینکه توی اون روز همچین تصمیمی رو گرفتم و فکر میکردم که مسئله حجاب انقدر مسئله مهمی نیست و در ادامه متوجه شدم فردی که تصمیم میگیره برای پوشش ما مطمئنا در ادامه هم تصمیم میگیره که ما چطور فکر کنیم و چطور رفتار کنیم. حالا دوست داشتم اینجا این نکته رو هم بگم و حالا توی ویدیوهایی که میبینیم حتی زنهای دیگه با حجاب هم بودن که توی اون زمان فکر میکردن که حجاب اولویت نیست و پرداختن به مسائل حجاب مسئله مهمی نیست و میگفتن مسائل مهمتری هست که در ادامه ابراز پشیمانی میکنن و ابراز میکنن به این مسئله که نه، وقتی کسی بخواد در مورد اولیه ترین حقوق ما تصمیم بگیره، یعنی حق من بر بدنم، بقیه حقوق من رو هم خواهد گرفت. یک تجمع 15,000 نفری زنان در مقابل دفتر مهدی بازرگان بوده که این زنها باز به گزارش روزنامه کیهان مقابل دفتر مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت دست به اجتماع میزنن و مخالفت میکنن که اینها افراد خودجوش بودن. یه سری اعتراضات های دیگه توی سایر کشورها بوده، مثلا غیر از تهران چیزی که توی تاریخ اومده مثلا سنندج، اصفهان، ارومیه، کرمانشاه، بندرعباس هم یه گزارش های از تظاهرات زنان توی اعتراض به حجاب اجباری منتشر شده توی اون زمان و در مقابل زنان معترض عده‌ای نیز بودن که مخالفت با زنان و حمایت از حجاب اجباری به زنان حمله می‌کردن و به گزارش باز روزنامه کیهان بعضی از این افراد گلوله‌های برفی را که داخل آن سنگ گذاشته بودن به طرف زنان تظاهرات کننده پرتاب می‌کردن که حالا اینجا من باز اشاره می‌کنم به اون صحبت‌هایی که گفتم که طبق اسنادی که منتشر شده و حالا خاطراتی که از حسن روحانی یا بقیه بوده، خانم زهرا رهنوردم جزء افرادی بوده که با این مسئله موافقت می‌کنه و حالا همین گلوله‌های برفی، ریختن رنگ یا پونس جزء مواردی بوده که برای مقابله با حجاب اجباری اینها رو به کار می‌گرفتن. اما زنان با حجاب و بی حجاب یک ما بعد از این تنش‌ها در همه پرسی جمهوری اسلامی به پای صندوق‌های رأی می‌رفتند و درست در نخستین ماه استقرار جمهوری اسلامی سیدالله خمینی در پیامی در روز 8 مارس را به عنوان روز زن بی اعتبار می‌کنه و روز در تولد دختر پیامبر اسلام رو روز زن اعلام می‌کنه. یعنی اینجا هست که دیگه این حکومت بعد از این هست، بعد از این صحبت‌های روح‌الله خمینی هست که دیگه ما روز جهان، روز زن رو دیگه جدایی از روز زنی که جهانی است می‌دونیم و هنوز که هنوز هم هست تولد فاطمه رو به عنوان روز زن توی ایران جشن میگیرن و توی 8 مارس خب کسی نمیتونه به طور رسمی جشن بگیره یا مثلا مطالباتی اگر زنها داشته باشن توی اون روز کاری بکنن. اینجا در مورد مخالفت سید محمود طالقانی با حجاب اجباری میخوام بهتون بگم. یه مصاحبه با سید محمود طالقانی در صفحه یکم روزنامه اطلاعات 20 اسفند 1357 انجام میشه که با گسترش اعتراضاتی که زنها داشتن، روحانیون اینجا میان و وارد عمل میشن و هر گونه، ایشون میگه هر گونه اجبار و خشونت رو توی امر حجاب غیر مجاز میدونن و از جمله اونا همین محمود طالقانی بوده، فضل الله محلاتی بوده و دادستان تهران در اطلاعیه اعلام میکنه که هر کس مزاحم بانوان شود به شدت مجازات خواهد شد. روزنامه اطلاعات در تاریخ 20 اسفند مصاحبه مفصلی با سید محمود طالقانی در مورد مسئله حجاب انجام میده و در مورد حجاب میگه اجبار در کار نیست. در 20 اسفند مصاحبه با محمود طالقانی در مورد تیتر روزنامه ها میشه که میگه به صراحت ایشون میاد در مورد نص صریح قرآن میگه که آنقدری که قرآن مجید بیان کرده نه ما میتوانیم از حدود آن خارج شویم و نه زنانی که معتقد به این کتاب بزرگ آسمانی هستند. ایشان درباره حجاب زنان در ادارات میگه که اسلام، قرآن و دین میخواهند شخصیت زن حفظ شود. این حرکت انقلابی است
کی در این راهپیمایی ها خانم ها خواهران و دختران ما رو مجبور کرد که با حجاب یا بی حجاب بیایند. یعنی اینجا پرسشگری میکنه خودشان با احساس مسئولیت اسلامی که این لباسی که از شعارهای اسلامی و ایرانی است اصالت خودشان رو نشان دادن. و حالا این صحبت هایی بوده که طالقانی میاد و اینجا انجام میده. و ولی موزه روح الله خمینی در مورد سخنرانی محمود طالقانی، یعنی اینجا وقتی که طالقانی میاد مخالفت میکنه، بعدش روح الله خمینی یک نرمشی رو انجام میده و سید روح الله خمینی در روز 21 اسفند سال 1357 موزه گیری سید محمود طالقانی در مورد حجاب رو تایید کرد و تظاهرات زنان معترض بعد از آن متوقف شد و اعلام کرد که به خواسته خود، یعنی غیر اجباری بودن حجاب، رسیده است. از سخنان سید روح الله خمینی و سید محمود طالقانی و سایر موضع‌گیری های موافقان حجاب در آن مقطع زمانی چنین برمی آید که علما و اکثریت مردم حاضر نیستند نحوه پوششی که پیش از پیروزی انقلاب رایج بود را پیش از این تحمل کنند، اما کاملا امیدوارند که توصیه به حجاب در آن شرایط ویژه انقلابی مؤثر باشد. در سال 57 تا 63 حجاب نه تنها با نگاه دینی که با نگاه انقلابی حتی برای مارکسیست ها نیز یک ارزش و نماد مبارزه با امپریالیسم محسوب شد. همونجوری که من اشاره کردم به خانم هما ناطق که از فعالان زن بوده و ایشون هم از چپهایی بوده که حجاب رو حالا نماد مبارزه با امپریالیسم میدونسته و در ادامه توی صحبت خودش ابراز پشیمانی میکنه. ممنوعیت زنان بی حجاب در عدالت توی سال 1359. خمینی در سال 57 از اظهار نظر رسمیش در مورد حجاب تا تیر ماه 1358 در این مورد صحبتی نمیکنه. در تیر ماه سال 1359 یک سخنرانی شدیدت از دولت انتقاد میکنه که چرا هنوز نشانه های شاهنشاهی در ادارات دولتی از بین نبرده است. وی به دولت بنی صدر 10 روز فرصت میده تا ادارات رو اسلامی کنه. البته سید روح الله خمینی در روز 13 تیر همان سال طی پیامی خواستار عدم تعرض به زنان بی حجاب شد. با گذشت التهابات روزهای اول و استقرار تحکیم پایه‌های حاکمیت جدید، دستوری که قرار بود در نخستین روزها اجرایی شود، با کمی تأخیر در 16 تیر ماه سال 1359 از سوی شورای انقلاب به ریاست ابوالحسن بنی صدر تصویب و از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی ابلاغ شد. اینجا ما آقای هاشمی رفسنجانی رو هم داریم که الان دخترشون با این مسئله مخالف هستن و میگن حجاب اختیاری باشه. خانم ها بدون حجاب بدون پوشش اسلامی حق ورود به ادارات رو ندارن. به دنبال این مسبب علی قدوسی دادستان کل انقلاب هشدار میده که از 8 صبح 17 تیر ما با کسانی که پوشش اسلامی را رعایت نکنند به شدت برخورد میشود و حقوق و مزایای کارمندان زنی که بی حجاب در محل کار حاضر شوند قطع خواهد شد. او وعده داد که به زودی لباس کار اسلامی بانوان ارائه و برای همه زنان کارمند اجباری خواهد شد. بار دیگر راهپیمایی های اعتراض آمیز شکل می گیره که با خشونت به هم خورده میشه و تعداد بسیار از معترضان این دفعه دستگیر میشن. روند حذف زنان بدون پوشش اسلامی از همه مراکز و مجامع عمومی توی دستور کار قرار می گیره. کمیته ها و حامیان روند حذف زنان بدون پوشش اسلامی از همه مراکز و مجامع عمومی توی دستور کار قرار میگیره و کمیته ها و حامیان تندروی حاکمیت توی خیابون ها به برخورد با بدحجابان میپردازن. و بعد از این سخنرانی از صبح شنبه 14 تیر ماه 1359 ورود زنان بی حجاب به ادارات دولتی ممنوع میشه. و من یک لحظه دوستان اگر اجازه بدین من من گربم رو مسموم شدم ببرم. من عذرخواهی میکنم. برخلاف سال 57 تا کجا گفتم من عذرخواهی میکنم. ممنوعیت ورود زنان بی حجاب به اماکن عمومی. روند اجباری شدن حجاب تا سال 360 ادامه داشت. در ماه رمضان اون سال محمد تقی سجادی نماینده دادستان انقلاب در دادگاه مبارزه با منکرات مقررات مربوط به ماه رمضان رو اعلام میکنه و طبق این قانون اماکن عمومی موظف شدن تا
تابلوی در معرض دید مشتریان خودشون قرار دادن و با این جمله که به دستور دادگاه مبارزه با منکرات از پذیرفتن مهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی کنند معذوریم، این اطلاعیه در حالی صادر میشه که اعظم طالقانی نماینده مجلس شورای اسلامی دو ماه پس از این تاریخ تصویب هر گونه لایحه مربوط به اجباری شدن حجاب در مجلس را تکذیب کرده بوده. و میرسیم به بخشنامه دولت رجایی در خصوص ممنوعیت ورود به ادارات دولتی و حجاب اجباری. در دوران نخست وزیری محمد علی رجایی دولت وقت بخشنامه‌ای رو به وزارت خونه‌ها ابلاغ میکنه که توی اون با نقاشی تصویر دو زن محجبه مورد نظر برای حضور در ادارات به تصویر کشیده شده بود که مطابق با این بخشنامه حجاب به صورت زیر تعریف میشه که من الان به شما میگم. حجاب شامل شلوار، مانتوی اسلامی و روسری برابر عکس از هر نوع آرایش به هر شکل و نحوی باید خودداری شود. سرپرست هر واحد موظف به کنترل دقیق مسئله حجاب در واحد خود می باشد. در تکمیل بخشنامه فوق حسین نمازی وزیر اقتصاد و دارایی از سال 1359 تا 1364 در بخشنامه به صورت دقیق تر موارد رعایت حجاب را چنین ابلاغ می کنه: رعایت و حفظ شئونات اخلاقی و اسلامی در پوشیدن لباس مناسب به شرح زیر است. در طرف آقایان همکار خواسته می شود که از پوشیدن لباس های نامناسب و بازگذاشتن دکمه های اینجا حجاب آقایون هم میاد و مطرح میشه. در طرف آقایان همکار خواسته می شود که از پوشیدن لباس های نامناسب و بازگذاشتن دکمه های پیراهن و آویزان کردن زینت آلات طلایی که شرعاً حرام و عرفاً نامتناسب با رفتار موقرانه می باشد اکیدن در محیط اداری خودداری نمایند و لباس نامناسب پوشیدن و شلوارهای نامناسب و بلوزهای آستین کوتاه و یقه باز، اینها رو گفته که حق ندارن. همکاران گرانمایه از بانویان محترم باید موارد زیر رو در پوشش رعایت فرمایند: پوشیدن مانتوی بلند روپوش با آستینهای بلند که تا مچ دست را به خوبی بپوشاند و تا زیر زانوان را در بر گیرد، استفاده از روسری به خوبی در زیر گلو گره خورده و موهای سر را کاملا بپوشاند، پوشش پا به وسیله جوراب‌های ساده و ضخیم یا شلوار، فرم پیوست، مشخصات مذکور فرمی هم پیوست کرده بودن بهش و رنگ لباس‌ها رو میان اینجا مشخص می‌کنن که رنگ‌ها بیشتر سیاه باشه، رنگ‌های ساده باشه، خاکستری باشه و عدم آرایش و رعایت سادگی به طور جدی تا موجبات همدلی و یک نواختی حتی عطر و اتکلن و بو و اینا هم بوده. همین مواردی که حالا وقتی که آقای خامنه‌ای خدای دهه 60 رو فریاد می‌زنه ما می‌بینیم که توی این روزها دوباره همین چیزی که الان میخوان اجراییش کنن همین موردی هست که ما اون زمان توی زمان بخشنامه دولت رجایی توی خصوص ممنوعیت ورود به ادارات دولتی اینها بوده که الان شما میبینید با یک کمی تغییراتی و حالا آپدیت شدن همین موارد میخوان اون رو توی کشورمون اجراییش کنن. و در مورد قانون مجازات اسلامی و حجاب اجباری در بالا گفتم که با تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس حکم 74 ضرب شلاق برای عدم رعایت حجاب تعیین میشه. این حکم تا الان پا بر جا بوده و در تکمیل اونم موارد مبارزه با بدحجابی گشت ارشاد بقیه اونها ما مواجه بودیم. هر کسی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر و تظاهر به عمل حرامی نماید که بالا بهش اشاره کردم، تبصره رو گفتم و شما در ادامه میبینید که توی سال 13 دی 1384 قانون راهکار اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ما داشتیم که اینو در دولت احمدی نژاد میاد و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی میرسه و ما توی سال که بعد همین منجر میشه به گشت‌های ارشاد و پایه‌گذاری گشت ارشاد داشتیم. ما اعتراض به حجاب اجباری رو توی بهمن ماه سال 1196 داشتیم. اعتراض به حجاب اجباری حالا مثلا ویدا موحد رو دارن میگن ولی ما از سال 96 یعنی از سال 1393 این مسئله رو داشتیم که دختران با آزادی یواشکی شروع کردن به برداشتن شالهاشون و مخالفت کردن با حجاب اجباری، ولی زمانی که ویدا موحد توی سال 1196 به عنوان دختر انقلاب میاد اومد و شال سفید خودش رو بلند کرد که در ادامه هم ویدا موحد جز افرادی بود که من اینا رو هی تأکید میکنم بهش، چون که ما افراد زیادی داشتیم که اومدن برای حجاب اجباری تلاش کردن ولی خب همیشه این مسئله رو ما زنان داشتیم که این مسائل همیشه با مسائل سیاسی قاطی میشده و مطالبات ما زنها میرفته به حاشیه و من فکر میکنم ما افرادی که
حالا به دنبال برابری هستیم، به دنبال برابری حقوق زنان هستیم، باید از این خوانش تاریخ این درس رو بگیریم که اجازه ندیم این مبحث بره و زیر اون بحث‌های سیاسی و اپوزیسیونی دفن بشه و اولویت خودش رو باید برای ما زنها داشته باشه، چون یک مسئله بسیار مهم هست هم برای فعالان حقوق زنان و هم برای فعالان حقوق بشر. ویدا مبهج رو اینجا من نام میبرم چون جزء زنهایی است که وقتی با حجاب اجباری مخالفت کرد گفت من با هیچ دستگاه سیاسی و به هیچ جایی وابسته نیستم، من صرفا یک زن هستم که با حجاب اجباری مخالفت میکنم و بعد از اون ما الان زنان زیادی رو داریم که به خاطر مخالفت با حجاب اجباری حکم‌های خیلی زیادی رو دارن و در زندان هستن و یک سری افراد دیگه‌ای داریم که همچنان توی خیابون‌ها مشغول به کنشگری هستن و یک سری افرادی داریم مثل ما که بیرون از ایران هستیم و برای برابری داریم تلاش می‌کنیم و برابری رسیدن به حجاب رو با درسی که از تاریخ گرفتیم و زنان کنشگر ما که توی جنبش زنان فعالیت می‌کردن در ادامه اومدن و گفتن که نه، مسئله حجاب مسئله بسیار مهمی است برای زنها و ما باید در همون طور که باید برای تمامی حقوقمون تلاش کنیم برای حق پوشش خودمون هم تلاش کنیم، این رو سر لوحه خودمون قرار دادیم و براش تلاش می‌کنیم که به اون مسئله برسیم. ما محکومیت معترضان رو داشتیم که الان زنهایی که توی زندان قرچک هستن در مجموع 55 سال زندان محکوم شدن و در مثلا توی 17 اردیبهشت سال 99 رها احمدی از فعال حقوق زنان که 9 ماه حالا ایشون بعد آزاد میشه و حالا هر فردی هم که جدیدن میاد و با حجاب اجباری مخالفت میکنه یا این کنشگری رو انجام میده، این مسئله رو جمهوری اسلامی اومده و امنیتیش کرده و این میشه تاریخچه حجاب اجباری ما که ما در تابستان امسال هم با این مسئله همونطور که میبینید روبرو شدیم و یک کنشگری دیگه توی جامعه ما اتفاق افتاد و اون هشتگ حجاب بی حجاب بود که این هشتگ هم از دل جامعه بیرون اومد و خود مردم، یعنی اصلا به جایی نمیتونیم اون رو بس کنیم، شروع کردن به کنشگری و ما داریم میبینیم که زنهای ما و مردهای ما توی ایران دارن با حجاب اجباری مبارزه میکنن. در ابتدایی که زنها شروع کردن برای اینکه مخالفت کنن با حجاب اجباری خودشون به تنها بودند و شالهاشون رو بالا می بردن و در بعد از اون حالا مثلا مواردی مثل دوربین ما، اسلحه ما، از دوربین خودشون برای اعتراض استفاده کردن. در ادامه زنها اومدن و شاید مردها بیشتر تماشاگر بودن توی این مسیر، ولی توی ویدیوهایی که اخیراً داره به دست ما میرسه یا ما داریم مشاهده میکنیم ما متوجه میشیم که نه تنها زنها که مردها هم در کنار زنها دارن مخالفت میکنن با گشت ارشاد با آمران نهی از منکر و بهشون میگن که شما حق ندارید دخالت کنید و پوشش و حجاب اختیاریه و ما میتونیم بگیم که الان داره تبدیل به یکی از مطالباتی میشه که تمام افراد جامعه و تمام طبقات رو در بر میگیره. من توی همین هفته یک ویدئویی رو از یک زن عشایر دیدم، میدونید که ببینید مثلا بخشی حالا از خانم محمودی ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، در 2 دقیقه لطفا جمع بندی کنید. من صحبتم رو اینجوری جمع بندی میکنم که بحث حجاب یک مسئله شاید مثلا از دور که داریم نگاه میکنیم یک مسئله دینی باشه، ولی خب یه بخشی از جامعه ما در ایران هم سنتی است و پوشش‌های سنتی خودشون رو دارن. توی ویدئویی که ما داشتیم میدیدیم یک خانمی با پوشش سنتی اومده بودن و میگفتن که شما به چه حقی دارید میگید، چون اینها عشایر روسری‌هاشون توریه و کاملا موهاشون مثلا پوشیده است با پیراهن و دامن‌های خاصی که دارن و این ویدیوها و تصاویری که داره به دست ما میرسه نشون میده از این که از همون سال 57 که زنان ما از خونه بیرون اومدن برای مبارزه کردن هرگز به خونه بر نگشتند و الان هم دارن همچنان تلاش میکنن و آگاهن به حقوق خودشون و دارن مطالبه گری میکنن و به امید روزی که ما بتونیم
از این قوانین متحجرانه عبور کنیم. حالا من یه مورد دیگه بگم، مثلا ما کمپین های مختلفی هم داشتیم توی این بین که حالا میتونیم توی جلسات دیگه بهش بپردازیم، در مورد کنشگری های مختلف زنان هست و همین دیگه. حالا اگر صحبتی، سوالی، چیزی داشته باشیم، من در خدمتتون هستم. عذرخواهی میکنم اگر تونتونت خوندم و این وسط هم گربه من یک مزاحمت کوچیکی ایجاد کرد. خیلی ممنون از شما خانم مهبودی عزیز برای سخنرانی خوبتون و کاملتون. از همکاران اگر در رابطه با این سخنرانی نقطه نظری دارید، لطفاً دستتون رو بالا ببرید. بله، خانم اسماعیلی بفرمایید. خیلی ممنون از خانم مهبودی به خاطر توضیحات کاملی که در این رابطه ارائه دادن. یه موضوعی را که من می‌خواستم اضافه کنم در ارتباط با این اعتراضی بود که در یک اتوبوس انجام شده بود که یک عده اعتراض کرده بودن نسبت به خانمی که داشتن تذکر حجاب میدادن، که متاسفانه دو نفر از این افراد دستگیر کردن که یکیشون هنوز هیچ خبری از این خانم نیست که چه اتفاقی برای این خانم افتاده، و از یه نفر دیگه اعتراف اجباری گرفتن که از اون خانم محجبه که تذکر حجاب داده بودن با توهین به این خانم ها که موهاتون رو بپوشونید و با یه سری الفاظ زشت، که خانم های دیگه این خانم رو از اتوبوس بیرون کرده بودن. الان این خانم رو مجبور کردن حالا به زور هر چیزی که بوده که ایشون بیان توی یک بخش ملی، میشه گفت که به زودی هم پخشش میکنن، اعتراف کنن که از این خانم عذرخواهی میکنن به خاطر حرفای رکیکی که شنیدن و عملی که انجام دادن. و آدم واقعا متاثر میشه وقتی که همچین اتفاقاتی رو میبینه، که حتی زمانی که اعتراض هم میشه باز این اتفاقات میفته. ممنونم خانم اسماعیلی. بله، متاسفانه اسمش هم روش اعتراف اجباری و این اعترافات هیچ ارزشی نداره از اونجا که اجباریه، ولی خب همچنان دارن به این روش ها ادامه میدن. خانم فریده، بله لطفاً بفرمایید. سلام خدمت تمام دوستان، خسته نباشید. حالا من خودم واقعا این اتفاق برام افتاد و یعنی یک خاطره خیلی بدی بود برام، چون من پسرم رو بردم مدرسه، وقتی که برگشتم خونه دیدم اسمس برام اومده که شما به خاطر کشف حجاب باید مراجعه کنید به کمیته خلیلی شیراز. بعد وقتی که تو ماشین به نام همسرم هم بود، بعد پیامه که اومد رفت کمیته ارشاد، همون گشت ارشادی که حالا اومده بود پیامه، گفتن که خب شما 400 هزار تومان پول باید بدید و اگر که سری بعد دوباره حالا روسری خانمتون بیفته، 2 ماه ماشینتون میخوابون، 6 ماه ماشین رو میخوابونیم و مبلغ 2 میلیون جریمه دارید و سری سوم دیگه ماشین به شما تحویل داده نمیشه. این خیلی بد بود و یک سری من پسرم با وجودی که مدرسه غیر انتفاعی میرفت، مثلا گیر میدادن که چرا مثلا شما مانتوتون کوتاه هست، مثلا نباید، با وجودی که هنوز به این شدت نبود برای حجاب اجباری، ولی واقعا ایراد میگرفتن که نباید با این پوشش و حجاب وارد مدرسه بشید. اینا چیزایی بود که واقعا من خودم درکشون کردم و برام اتفاق افتاد. ممنونم از اظهار نظرتون خانم فرایی. متاسفانه همیشه همینطوره، میخوان ذهن مردم رو منحرف کنن، ولی چه دلیلی داشت که الان این همه سختگیری کنن در مورد مسئله حجاب؟ مرتبا میبینیم گشتای ارشاد رو، اون کلیپی که در اومده بود خانمی واقعا فریاد میزد که دخترم مریضه، و چه دلیلی داره الان توی این همه مشکلات با وجود این همه فقر و گرونی بخوان روی این مسئله انگشت بذارن و اینقدر پافشاری کنن؟ تنها میخوان ذهن مردم رو منحرف کنن به چیز، به یه همچین مسائلی، و
به اون چیزی که باید فکر کنن متاسفانه به حاشیه میره. خانم محدودی بفرمایید. من میخواستم در ادامه صحبت آیلار جان بگم که بله و جالب این بود که این خانومی که ازش محاکمه یعنی اون اعتراف اجباری رو ازش گرفتن، اون خانم ربیعی رو بردن توی زندان، توی یعنی یک اون اتاق اعترافگیری معروف خودشون، و این که چطور یه فردی که جز آمران به معروف و نهی از منکر، اگه یک فرد عادیه میتونه با مثلا چه نسبتی به با اینا داره که میتونه بره اونجا و بشینه که این خانم بخواد ازش معذرت خواهی کنه. این خیلی این یه مسئله است که حالا توی همین که ما اصلا بخوایم تلاش کنیم، حتی اسم این خانم، چون که فردی که دستش زخم شده با سپیده، اینا دو تا فرد مختلف هستن و سپیده که اصلا ازش خبری نیست، ولی این خانومی که دستش زخم شده همون خانومی هستش که اومده و ازش اعتراف اجباری گرفتن و اسمش رو کسی نمیدونه که حتی بخواد در موردش بنویسیم یا بخوایم مثلا خبرش رو کار کنیم، مثلا هنوز اسم و فامیلی واقعی این خانم رو نمیدونیم. و در ادامه که شما فرمودین توی این مثلا بحران‌هایی که ما داریم، توی این مسائل اقتصادی که ما داریم، اونها دارن به این مسئله حجاب میپردازن، ببینید اصلا مسئله حجاب ما انگار برای جمهوری اسلامی ایران به شکل یک نماد بیرون اومده، چون دیگه هیچ نمادی از اسلام توی اون کشور وجود نداره و این انگار پوشش زنان ما به شکل یک پرچم بوده و یک پوشش خاص رو میخواد بیاره و نشون بده، با پوشش زنان میخواد نشون بده اسلامی بودن خودش. و یکی از همین فرمانده ها نشون گفته بود که این اولین حجاب اولین سنگر ماست و اگر این اولین سنگر رو دشمنان ما بتوانند بگیرن، میتوانند سنگرهای دیگر رو هم بگیرن. که من حالا توی یادداشتی که نوشته بودم گفتم نه، اصلا حجاب آخرین سنگر شماست اتفاقا، که اگر این مسئله پیروز بشه اصلا دیگه شما رفتنی هستید و ظلم شما برچیده است. و من باز اینجا هم تاکید میکنم که زنان ما توی این 43 سال به خاطر کنشگری هایی که کردن و فعالیت هایی که کردن و آگاه هستن به مطالباتشون، خیلی 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 میتونن در ادامه توی گذار از جمهوری اسلامی و توی بحث رسیدن به برابری خیلی میتونن نقش های مهمی رو ایفا کنن. و از همه دوستانم که الان اینجا هستید، واقعا خودمون یا افراد دیگه میتونیم خیلی خیلی مسئله رو جدی بگیریم و تلاش بکنیم برای این که بتونیم هم امتداد صدای دوستانمون در ایران باشیم و هم میتونیم خودمون رو توانمند کنیم برای این که فردای بهتری رو برای کشورمون رقم بزنیم و به هم اهداف یونسکو و هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم کنوانسیون ها همه و مواردی که هست تک به تک با تلاش و کنشگریمون، یعنی علاوه بر مطالعه‌ای که داریم برسیم. ببخشید اگر پرحرفی کردم. ممنونم از شما، قطعا همینطوره و دقیقا مثل تمام خواسته هایی که گروه های فمینیستی خواستارش هستن، این خواسته هم زنان در کنار مردان قطعا موفق تر خواهند بود که خواسته هاشون رو بیان کنن و به اون نتیجه‌ای که باید برسن. خب از دوستان اگر با صحبتی دارید بفرمایید. بسیار عالی. آخرین سخنرانمون خانم زهرا باجلان هستند با موضوع زنان خانه‌دار کارگران نامرئی جامعه. خانم باجلان اگر آماده هستید لطفا دستتون رو بالا ببرید. مایک برای شما آزاده، بفرمایید. سلام مجدد و ممنون از سخنرانی زیبای دوستان. تا اینجا من در خدمتتون هستم با موضوع زنان خانه‌دار اعضای نامرئی جامعه ما. سخت است که بتوان بین برچسب زدن، نکوهیدن، ارزیابی منطقی و احساساتی کردن فضا با حفظ اعتدال نسبت به موقعیت زنان خانه‌دار نظری صادر کرد. اگرچه هنوز تعدادی از زنان در خانه مادر را ترجیح می دهند، اما تغییرات بزرگ فرهنگی این سالها آنها و تصمیمهایشان را در حالت تدافعی قرار داده است.
فقط یک زن خانه‌دار عبارتی است که خیلی مواقع برای توصیف زنی به کار می‌رود که ازدواج کرده و مشغولیت اصلیش اهمیت دادن به خانواده‌اش، کار عاطفی و حفظ فضای مطلوب، مدیریت مسائل خانه و خانواده و انجام کارهای خانه است. امروز عبارت فقط یک زن خانه‌دار در بسیاری از مواقع و برای بسیاری از زنها عبارتی توهین‌آمیز قلمداد می‌شود. وظایف روزانه، آشپزی، تربیت بچه‌ها همیشه توسط مسئولین و سیاستگزاران مورد بی‌اعتنایی بوده. در بحثی که زنان را صرفاً به شرط دستیابی به جایگاه تحصیلی و بازار کار و تنها به واسطه سوداوری اقتصادیشان به حساب می‌آورد، مادرانی که بیمزد در خانه میمانند و به مراقبت از خانه و خانواده میپردازند از همیشه کم ارزش ترند. در دهه 50 میلادی در دهه 50 از زنها انتظار میرفت که در خانه بمانند و اگر میخواستند کار کنند انگ بی‌عاطفگی میخوردند. امروز این جریان برعکس شده. زنانی که بخواهند خانه بمانند برچسب تنبلی و بیفایدگی میخورند. وضع فعلی از حیث تفاوت جهانبینی ها زنان را بدون در نظر گرفتن عواملی نظیر طبقه اقتصادی، نیازها و حتی در موارد بسیار قومیت به جان هم انداخته است. در سراسر جهان به طور فزاینده به زنانی که در خانه میمانند به چشم زنهایی به جامانده از گذشته نگاه می شود که برای جامعه ننگ و بار اقتصادی دارد. اگر همسرانشان ثروتمند باشند، تنبل و سودجو خطاب می شوند. اگر مهاجر باشند، بابت عقب نگه داشتن فرزندانشان از یادگیری زبانهای خارجی و باز تولید فرهنگهای بومی سرزنش می شوند. می توان نتیجه گرفت که اگر شما زن هستید، تنها در صورت شاغل بودنتان است که با ارزش خواهید شد. به نظر می رسد از منظر مردان زنان به عنوان یک اقلیت، تنها زمانی به رسمیت شمرده می شوند که به کارهای بزرگ و با ارزش در تعریف فعلی مشغول باشند. کارهای قابل محاسبه که به مبنایشان سوداوری اقتصادی است. تمیز کردن و رسیدگی به خانه، آشپزی، مراقبت مناسب از سالمندان خانواده و برنامه ریزی برای جشنها، مناسبت‌های فرهنگی امری است که همواره از زنان انتظار می رفته است. البته وظیفه نگهداری از سالمندان خانواده و مراقبت از مسائل خانگی حتی از زنان مجرد مستقل هم انتظار می رود. آنها هم با توقع روی خوش همیشگی. در کشوری که مادران هنوز برای ایجاد تعادل میان کار و نیازهای خانوادهشان در کشاکشان و کارهایشان را به رغم سرزنش ها بیشتر از سر ضرورت ترک می‌کنند، زنان فشار اجتماعی مضاعفی را تجربه می‌کنند. در مجموع قوانین به زنان شاغل امتیازات اجتماعی و امکان رضایت فردی به مراتب بیشتری داده است. امری که به طور خلاصه از آن به آزادی تعبیر می‌شود. این آزادی به بهای نامرئی و ننگی خواندن کار خانه و به تبعش زنان خانه‌دار و خارج کردن آنها از گود ممکن شده است. کار خانگی بدون هیچ گونه قرارداد کاری یک وظیفه محول شده به زنان است که با ازدواجشان با مردان شکل رسمی تری به خود می گیرد. نه از مزد خبری است، نه از میزان مشخص ساعت کاری، نه محاسبه اضافه کاری خبری است، نه از حق بیمه و سنوات بازنشستگی. زنان خانه‌دار به لحاظ آماری جز جمعیت بیکار حساب شده در شمار جمعیت فعال اقتصادی نیز محسوب نمی شود. با وجود تغییر ساختار جنسیتی در مشاغل و حضور زنان در کارهایی که قبلا مردان تلقی می‌شد، کار در خانه به عنوان عنصر ثابت همچنان سنگینی خود را بر دوش زنان شاغل نیز تحمیل می‌کند. در ایران 80% از جمعیت زنان فعال خانه‌دار هستند و بدون هیچ گونه مزایا، بیمه و دستمزدی به کار خانگی ادامه می‌دهند. شاید کمتر شغل تمام وقتی را بتوان در اقتصاد امروز سراغ داشت که بی‌مزد انجام شود، اما کار خانگی زنان مجموعی از تمام خدماتی است که در جامعه برای آن باید مزد پرداخت کرد، اما در بی‌مزدترین شکل تحقق می‌یابد. ساختار مردانه بازار کار در ایران عموماً عرصه را برای کار زنان در خانه به تنها گزینه موجود برای زنان تبدیل می‌کند. اما با رشد تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، کار زنان در خانه به کارهای روزانه آشپزی،
رخت شستن، نگهداری از کودکان محدود نشده و کارهای تولیدی در خانه که به کسب و کارهای خانگی نیز معروف است برای جبران هزینه های سنگین اقتصادی خانوار به آن اضافه شده. نگاهی به آگهی ها و تبلیغات کسب و کار خانگی در روزنامه ها و نیازمندی ها از افزایش تقاضای بنگاه های تولیدی برای کسب و کار در خانه حکایت میکنند. از آگهی ساخت جعبه های کادو در خانه تا ترمیم میخ های کج شده، از ساخت فیلتر هوا و پرورش قارچ در زیر زمین های مسکونی تا ساخت بدلیجات و پیل های الکتریکی، نیروهای کار خود را از زنان خانه دار تعمیم میکنن. گلروخ 45 سال ساکن کرج، لیسانس زبان انگلیسی دارد و قبل از اینکه بچه دار شود به مدت 5 سال به مدت 5 سال در آموزشگاه تدریس زبان به صورت قراردادی کار میکرد. او هم اکنون صاحب 2 فرزند است و مشغول خانه‌داری است. گلروخ علاوه بر ساعاتی که کار خانه انجام میدهد، به مدت چند ماه است که با کسب و کار خانگی روی آورده و مشغول پرورش قارچ در بالکن آشپزخانه است. این زن خانه در رابطه با کسب و کار خانگی خود میگوید علاوه بر رسیدگی به وضعیت خانه و در وضعیت درس های بچه هایم، 2 بار رانندگی در روز برای رفت و آمد پسرانم که آنها را به مدرسه میبرم به اندازه کافی توان جسمی را از من میگیرد که به کار دیگری فکر کنم. اما از سال گذشته که حقوق معلمی همسرم کفاف هزینه ها را نمیداد، من هم به فکر راه اندازی یک کسب و کار خانگی افتادم. هرچند هنوز پرورش قارچ به سوددهی نرسیده است، چون وقت کافی برای این کار پیدا نمی کنم. اگرچه امروزه کمتر از گذشته کارهای خانگی زنانه تلقی می شوند، اما هنوز تغییر بنیادین در جوامع مدرن و چه در جوامع سنتی در زنان خواندن کار خانگی ایجاد نشده است. برای نمونه آشپزی برای مردان یک شغل تمام وقت است که با حقوق و مزایا و بیمه همراه است، اما برای اکثر زنان یک وظیفه خانگی است. و جزء مردی که آشپزی می کند با توجه اطرافیان مواجه می شود و زنی که خوب آشپزی نکند سرزنش می شود و جزء معایب او شمارده می شود. هرچند که مدارج علمی و جایگاه موفق اجتماعی داشته باشد، در خورد فرهنگ های موجود در ایران انجام کار خانه توسط مردان موجب خفت آنان است. میترا 29 ساله مهندس شهرسازی و ساکن تهران است. او 2 سال است که ازدواج کرده و مدت 4 سال است که در یک شرکت مهندسین مشابه مشغول به کار است. میترا در مورد تجربه کار خانگی خود میگوید خیلی چیزها نسبت به گذشته تغییر کرده. وقتی که من ساعت 8 شب به خانه میرسم و همزمان با شوهرم در خانه هستم، طبیعتاً اجباری در این نمیبینم که بعد از 12 ساعت کار در بیرون از منزل به آشپزخانه بروم و مشغول آشپزی شوم. اما با وجود تغییر بسیار از ذهنیت پوسیده در مورد زنان، در اکثر مواقع من ظرف میشویم. وقتی که خوردن غذا تمام میشود، به طور اتوماتیک من ظرف ها را از روی میز جمع میکنم. وقتی که لباس ها کثیف میشوند، من آنها را میشورم. طرح بیمه زنان خانه‌دار در سال 87 که قرار بود با پرداخت حق بیمه از طرف آنها زنان خانه‌دار تا 45 سال را تحت پوشش بیمه قرار دهد، نه تنها به سرانجام نرسید، بلکه هنوز از سوی دولت اعتباری به آن اختصاص نیافته است. با این همه به نظر می رسد مسئله زنان خواندن کار خانگی جدایی از به صرف بودن آن برای تولید که هزینه های پرداخت نشده به کار زنان را در بر می گیرد، فراتر از نیاز ساختار اقتصادی موجود باشد. عبارت روزانه، ضرب المثل ها، ادبیات، لطیفه ها و حتی فضای معماری و شهری نیز با زنان خواندن کار خانگی آمیخته است. آمیختگی که حتی رشد تکنولوژی، علم و تغییر فرهنگ ها و باورهای گذشته نتوانسته مانع آن شود. مرسی که به صحبتام گوش دادین. من مطمئن رها میکنم. ممنونم خانم بادلان برای سخنرانی خوبتون. خب چون سخنرانی شما در رابطه هست با بحث آزاد،
من فکر میکنم که ابتدا بحث آزادمون رو شروع کنیم و اگر از همکاران حالا نقطه نظری دارن میتونن توی این قسمت نظراتشون رو با ما به اشتراک بذارن. بازم تشکر میکنم از شما خانم باطل. خب بحث آزادمون در مورد بردهداری ممنوع با محوریت زن در خانه هستش. خب بردهداری ظاهرا در سال 1865 میلادی به پایان رسید، اما از آن زمان تا کنون جهان همچنان با چهره کریه کار اجباری روبرو بوده. بردهداری مدرن نه تنها در حال نزدیک شدن به اوج خود است، بلکه در ابعادی بسیار بزرگتر از دوران بردهداری به پیش می رود. بر اساس آمار و ارقام در دنیای مدرن بیش از 40 میلیون نفر به اشکال مختلف در قالب نوعی از کار اجباری گرفتار شدند، در حالی که مردان و زنان اغلب به طور مساوی به بردگی کشیده می شود، اما بیشترین سوء استفاده از کودکان صورت می گیرد و آنها قربانیان اصلی این پدیده شوم هستند. بدین ترتیب رویاهای کودکی آنها در همان دوران کودکی به سرقت می رود. شیوع بردهداری مدرن چنان زیاد است که همه ما از منافع حاصل از آن بدون اینکه بدونیم برخورداریم. چند تا مثال میزنم از این بردهداری مدرن که بیشتر تو ذهنمون بمونه. یه نمونهش همین غذاهای دریایی که ما مصرف میکنیم. رونق بردهداری در صنعت غذاهای دریایی از تقاضای بالای غذاهای دریایی نشأت میگیره. از اواسط دهه 1990 تقاضا در صنعت شیلات علی‌رغم کاهش منابع دریایی به شدت افزایش یافته که به نوبه خود با کاهش هزینه ها همراه شده. شوربختانه بخش از این کاهش هزینه ها به رواج کار اجباری در این صنعت باز میگردد. پس میبینیم که چون قیمت ها اومده پایین، معلومه که 100% کارگرانی که کار میکنن به اجبار حالا یا بدون مزد یا با مزد خیلی اندک توی این صنعت مشغول به کار هستن و نمونه بارز بردهداری. از نمونه های دیگه میتونیم شاهدانه رو نام ببریم. مانند دیگر مواد افیونی، ماریجوانا نیز از جنایت های مربوط به کار اجباری است. علی‌رغم رشد مصرف و قانونی شدن آن در نقاط مختلف جهان، در حدود 10,000 تا 13,000 قربانی کار اجباری داره این صنعت فقط در بریتانیا. اغلب کودکان از خارج از بریتانیا و به ویژه از چین و ویتنام برای کار به بریتانیا آورده میشن. استفاده از کودکان در این صنعت تا حدودی به این دلیل است که ترساندن اونها آسون تره. خب از دیگه مواردی که مربوط میشه به همین بردهداری مدرن میتونیم دنیای مد رو نام ببریم. یکی از بدترین صنایع در زمینه بردهداری مدرن صنعت لباسه. در بسیاری از نقاط آسیا و آفریقا بسیاری از انسان‌ها به استثمار گرفته میشن تا لباس‌های با کیفیت و فراوان ولی با نازل‌ترین قیمت رو تولید کنن و به بازارهای جهانی عرضه کنن. بر اساس آمارها سالانه بیش از 53 میلیون تن پارچه در جهان در صنعت مد و فشن تولید میشه که 70% اونها وارد زباله میشه. از دیگر بردهداری‌های مدرن میتونیم به آتش نشانی اشاره کنیم. زمانی که ایالات متحده بردهداری رو بر اساس قانون 13 در قانون اساسیش ممنوع کرد، یک عبارت کوتاه در کنار اون اضافه کرد که تداوم بهره کشی از زندانیان رو مجاز اعلام کرد. این بند از قانون چنین گفته: نه بردهداری و نه خدمت اجباری مگر به عنوان تنبیهی برای جنایتی که در آن ارتکاب فرد به آن ثابت شده.
این جمله بدین معناست که میتوان زندانیان را مجبور به کار اجباری کرد و توسط دولت از اونها کار گرفت. همینطوری که میبینیم بیشتر وقتا جاهایی که حالا آتش سوزی ها میشه تو جنگلا، از همین زندانیا استفاده میکنن. ساعتی حالا 1 دلار 2 دلار بهشون میدن، ولی میفرستنشون کاری انجام بدن که حتی ممکنه جونشون هم از دست بدن. از دیگر مواردی که میتونیم اشاره کنیم برای بردهداری مدرن، صنعت باتری هست. بسیاری از ما به باتری به عنوان یک ابزار کمکی بسیار ساده در دنیای مدرن نگاه میکنیم، اما باید بدونیم که تولید این ابزار به استخراج گسترده از معادن لیتیوم و کوبالت نیاز داره و نیاز به این استخراج در سال 2024 دو برابر میشه. به همین خاطر چون کار توی این معادن لیتیوم و کوبالت خیلی خطرناک هست، میان اینا از بردهداری استفاده میکنن، از بچه ها مخصوصا اونا رو مجبور میکنن، میترسوننشون و مجبورشون میکنن که تو این معادن با اون شرایط سخت کار کنن. از دیگر موارد میتونیم به الماس اشاره کنیم. الماس هایی که در کشورهای آفریقایی مثل آنگولا، ساحل عاج، سیرالئون، لیبریا، گینه و گینه بیساو استخراج میشه و بهشون الماس خونین گفته میشه. به این دلیل بهشون گفته میشه چون واقعا به دست آوردن این الماس برای این کسانی که توی این زمینه کار میکنن به جونشون بستگی داره. درآمد حاصل از استخراج الماس در این مناطق اغلب صرف جنگ میشه. از دیگر موارد میتونیم به قهوه و شکلات اشاره کنیم که شوربختانه یکی از دوست داشتنی ترین و خوشمزه ترین غذاهای روی کره زمین هستن، ولی متاسفانه در مزارع برزیل، کامرون، غنا، گینه، سیرالئون، ساحل عاج و نیجریه 2 میلیون نزدیک 2 میلیون کودک توی این مزارع کار میکنن و حتی یک بار هم در زندگیشون طعم کاکائو یا قهوه رو نچشیدن. از دیگر موارد میتونیم طلا رو اشاره کنیم که به نادیده گرفتن قوانین کاری اشاره داره که خیلی از افراد توی شرایط سخت برای ذرات میکروسکوپی طلا تقلا میکنن با بدون هیچ گونه تجهیزات که قاچاقچیان انسان اون برده ها رو میارن به این معادن طلا و ازشون بیگاری میکشن. همینطور اشاره شد توی یکی از سخنرانی ها به صنعت سرگرمی های بزرگ سالان که باز هم در اینجا 4.5 میلیون نفر رو به اجبار، چه مرد، چه زن، چه کودک، به بیگاری میگیرن برای به عنوان برده جنسی. در پایان هم میخوام اشاره کنم به خانه‌داری زنان که کارهای نظیر بچه‌داری، آشپزی، خرید، نظافت منزل، نگهداری از سالمندان رو انجام میدن که بدون شک اگر تک تک اینها رو خارج از خونه بخوان انجام بدن خب مزد داره، ولی توی خونه کار بی مزدی دارن انجام میدن. حالا یه سوالی که مطرح میشه، آیا به نظر شما این کارها اینطوری که حالا خود دولت میگه که این کارها اجر و مزدش با خداونده و زنان بهشت زیر پای زنان هست، میخواستم نظر شما عزیزان رو توی این مورد جویا بشم. آیا شما فکر میکنید که کار زنان در خانه نوعی از بردهداری هست یا نه اجر و پاداش داره نزد خداوند؟ خوشحال میشم که توی بحث آزاد شرکت کنید و نقد نظراتتون رو به مشارکت بگذارید. بله خانم باجلان بفرمایید. ممنون از فرصت دوبارتون. موضوعی که خیلی باید بهش دقت کرد اینه که علاوه بر اینکه دقیقاً درسته و کار در منزل برای بانوان در بسیاری از مواقع به شکل اجبار هستش و دقیقاً به بردهداری میتونیم اشاره بکنیم در این مورد،
ته زمانی که توی خونه پدرشون هستن در بعضی از موارد مجبور هستن کارهای منزل رو انجام بدن به همراه مادرشون و خواهرشون، حالا وقتی هم که ازدواج میکنن که این وظیفه یک وظیفه دیگه به شکل یک وظیفه دائمی در میاد. بعد چیزی که از اون مهمتر هستش و باید بهش دقت بکنیم این هستش که گاهی اوقات بردهداری و رها شدن از برده بودن سخت‌ترین کارش اینه که اول قبول بکنی که بخوای آزاد باشی. بعضی از ماها خودخواسته خودمون رو اذیت میکنیم، یعنی من از مادرانمون اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم و حتی از خودمون یا آشنایی که اطرافمون میبینیم، میبینیم که چقدر توی کارهای خونه اذیت میکنیم خودمون رو، کارهای سخت انجام میدیم، مواد شویندهی که برای ریه و سلامتیمون چقدر مضر هستن و بابت تاییدیه گرفتن میتونه باشه، بابت اینکه توی ذهنمون همیشه گفتن که خانومی که خانم خونه زن باید همیشه مرتب باشه، باید همیشه تمیز باشه، حتی وقتی که در شرایط بیماری هم باشیم اکثر خانم های شکلی هستن که بلندشن و یک سر سامونی بدن، غذا بپزن یا هزار تا کار دیگه ای که اگر یکی دیگه در مثلا اون شرایط باشه باز این خانوم هست که باید مراقبت بکنه. یکی از مسائلی که میگم باید بهش دقت بکنیم این هستش که ما بپذیریم این رو اول خودمون که این وظیفه بر عهده ما نیست و چیزی نیست، بایدی براش وجود نداره، و اگر داریم این مسیر رو با هم طی میکنیم توی خانواده یا کنار همسرمون، هر دو موظف به انجام یک سری کارها برای داشتن یک خونه آروم هستیم. اگر بپذیریم از نظر ذهنی که این فقط وظیفه ما نیست، قطعا بله صدای شما قطع شد خانم باجلان، صدای شما رو نداریم. اگر ممکنه لطفا دستتون رو دو مرتبه بالا ببرید. بفرمایید. ببخشید من فکر کنم اینترنت من قطع شد. خواستم در کل بگم اگر بپذیریم که ما برده نیستیم و کار خونه و مسائل منزل فقط به عهده ما نیست، خیلی راحت تر این مسئله پیش میره و خیلی زودتر برداشته خواهد شد. مرسی. ممنون از مشارکتتون. خانم ولیزاده فکر کنم دستشون رو بالا برده بودن، لطفا دو مرتبه دستتون رو بالا ببرید، مایک براتون آزاد بشه. بفرمایید. سلام مجدد، خیلی ممنون که مارک رو در اختیار من قرار دادین. خواستم به این موضوع برسم که باید دقت کنی که زن کسی که داره کار انجام میده مطابق میل خودش باشه، یعنی راضی باشه به کاری که انجام میده، نمیشه گفت برده است. ولی اگر به زور و اجبار بخواد این کار رو انجام بده، آره برده محسوب میشه. باید به اینم اشاره کرد که هیچ انسانی از کار اضافه و به قول معروف بیگاری کردن خوشش نمیاد و اکثر خانم هایی که در ایران هستن ناچار و مجبور به کار کردن هستن. اگه بخوای حسابش بکنی، بعد اینم یه موردی از برده داریم. ممنون مارک رو در اختیار من قرار دید. ممنون از شما به خاطر مشارکتتون. آقای نوروزی بفرمایید. ممنون خانم شاسوانی. من یه موضوعی رو میخواستم خدمتتون عرض کنم. اتفاقا همین این موضوع امروز اتفاق افتادش. من با دخترم جایی رفتیم، بعد همینجوری داشتیم صحبت میکردیم با یه خانم دیگه ای که حالا یه بوتیکی داشتن به عنوان مثال، داشتن فعالیت اقتصادی میکردن. بعد همینجوری صحبت شدش که آره به چه صورت و فلان این داستانا. بعد یه دفعه دختر من سنو برگشت گفتش که آره من بابای من بهترین غذاها رو درست میکنه، علم میکنه، فلان میکنه، یعنی داستانا. بعد همین خانم که حالا اون فعالیت اقتصادی رو داشتن گفتش که من همسرم اصلا یه دونه تخم مرغ هم بلد نیستش درست کنه،
چه برسه که حالا به غذای آنچنانی و فلان. بعد برای من خیلی جالب بود، یه لحظه داشتم فکر میکردم که این داستان از کجا داره شکل میگیره. حالا یه آقایی که تشکیل خانواده داده و حالا یه بچه فکر کنم 3-4 ساله‌ای داشتم، چجوری میشه بعد از 37-8-9 سال سن هنوز بلد نیستش، حالا اونطوری که من فقط دارم نقل قول میکنم، هنوز بلد نیست یه تخم مرغ خوشمزه درست کنه و منتظر میشه که خانم خونه برسه به منزل. آیا من سوال از دوستان دارم، آیا این تقصیر حکومته؟ آیا این تقصیر کیه به غیر از خانواده اون شخص؟ چون که اون شخص که در خانواده‌ای که بزرگ شد به مرد اون، به اون پسر، به اون حالا اون شخص، خب نحوه احساس مسئولیت داشتن رو یاد نداده دیگه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که نه دولت گفته که تو نرو تخم مرغ درست کن، یعنی سنش برمیگره به 4 تا 5 6 دولت قبل. پس بیایم یه مقداری بحث رو اگر که موافق باشید بیایم یه مقدار بازش کنیم از ماست که بر ماست. من اگر به بچه خودم یاد ندم کار کردن رو، اینجا یه قانونی هستش میگه وقتی اگر میخوای 5 کرون 10 کرون یعنی حالا هر چی میخوای یه پولی بدی، در قبالش بگو که باید این کار رو انجام بدی تا من این کار رو برای تو انجام بدم، نه اینکه مستقیم دو دستی بیاد بذار کف دستش و اونم بگه خب دیگه حالا بابا من تا الان گذاشتی کف دستم، حالا همسر من بعدها باید دو دستی بیاد بذاره کف دست من. یعنی همینجوری سلسله مراتب ما داریم اشتباه میریم جلو. پس میرسیم به همون آیتم اصلی، خانواده که کوچکترین نهاد تشکیل دهنده جامعه هستش. پس بیایم این اصلاحات از توی خانواده شروع کنیم. حالا بحث عرض به حضور شما که بردهداری، حالا من نظرم البته خب 100% این اتفاقا متاسفانه میفته، ولی اگر بخوایم یه مقداری روشن‌تر به این موضوع فکر کنیم، نیاییم بگیم که اگر که خانومی توی خونه داره کار میکنه پس 100% بردهداری انجام میده. من چه بسا خیلی خیلی زیاد دوستان عزیزان چه ایران چه خارج از ایران میشناسم که حالا اصلا خود اون خانم توانایی کار کردن نداره و حالا اون همسرش یا هرچی، حالا کسی که داره باهاش زندگی میکنه اسم نمیذارم روش، داره بیرون از خونه فعالیت میکنه و خب یه سری فعالیت های اقتصادی و این داستانا رو انجام میده. و بیایم نگاهمون رو اینجوری کنیم که کارها رو تقسیم کنیم با هم. اگر که من ناصر نوروزی بیرون خونه ساعت 4 صبح 4:30 صبح میرم، ساعت 5 بعد از ظهر برمیگردم خونه، نمیگم توقع 100%، یعنی از هیچ بنی بشری به غیر از خود آدم فقط از خودش میتونه توقع داشته باشه، حتی از برادرش و از خواهرش و از مادرش و پدرش هم نمیتونه توقع داشته باشه، ولی اینکه میتونیم بیاین تقسیم وظایف کنیم، بگیم که آقا من ناصر صبح ساعت 4:30 میرم، 5 صبح میرم، 5-6 بعد از ظهر دارم میام، ازت انتظار دارم همونطوری که من فعالیت میکنم تو هم در کنار من فعالیت کنی. حالا طبق گفته خودت نمیتونی بیرون خونه حالا فعالیت اقتصادی با توجه به هزار یه دونه داستان، نمیگم ضعف جسمانی، نمیگم هیچی رو نمیگم، خب به صلاح دید خود اون شخص خانوم نمیتونه بیرون کار کنه، پس بیاد یه محیط آرومی هم توی خونه درست کنه دیگه. این که نمیشه بردهداری، درسته؟ اگر که دوستانی که جواب منو بدن یا موافق صحبت هستن یا مخالف هستن ممنون میشم حالا بیشتر با هم صحبت کنیم. نوروزی هستم. نوروزی، بله. مشکل همینجاست. مشکل اینجاست که آقایون که بیرون از خونه دارن کار میکنن، شما هم اشاره کردید کار اقتصادی، و خانوم هایی که توی خونه دارن کار میکنن کار غیر اقتصادی،
از نظر اعتماد به نفس، اولا این کار باعث میشه که اعتماد به نفسشون رو وقتی حقوقی نداشته باشن از دست بدن و همیشه وابسته به مرد باشن. مشکل اینجاست که هیچی نصف نمیشه. زنها دارن پا به پای مردا دارن کار میکنن، ولی از نظر اقتصادی صفر. و اگر یه موقع بنا باشه جدا بشن یا خدای نکرده شوهرشون رو از دست بدن، بازم صفرن، بازم خیلی مشکلات پیدا میکنن. پس در نتیجه الان اینجا اگر زندگی تشکیل میشه همه چیز نصفه. یعنی درسته اگر زن توی خونه کار میکنه مرد بیرون، ولی همه چیز توی اون مدتی که با هم داشتن کار میکردن، حالا چه کار بیرون چه کار داخل خونه، در نهایت همه چیز نصفه. ولی این شرایط رو ما توی ایران نداریم و از این روز که بعضی وقتا بهش گفته میشه کار بیمزد، کار بردوار. و من دوست دارم نظر بقیه دوستان رو بشنوم. بله، خانم آیلار اسماعیلی بفرمید. من تا حدودی با حرفای جناب آقای نورسی موافقم، چون که از نظر من واقعا درسته که میگن جوان ها آینده سازان کشورن، اما مادران نقش بسزاتری دارن توی آینده هر کشوری از نظر من، چون مادران هستن که در مرحله اول آموزش میدن فرزندان رو. تا زمانی که مادران کشور ما نابرابری رو دارن آموزش میدن بین دخترانشون و پسرانشون و اجازه نمیدن که پسراشون وقتی که داخل خونه هستن دست به چیزی بزنن و بهشون میگن مگر تو دختری یا مگر این کارها مناسب توه یا پسرها این کارا رو مگه انجام میدن، این باور غلط توی ذهن مردای ما به وجود میاد از همون زمان کودکی که این وظیفه خانم هاست و چه خانم ها شاغل باشن چه شاغل نباشن موظفن که این کار رو انجام بدن، در صورتی که این کار وظیفه هیچ شخصی نیست و اگر که هر کسی کاری رو انجام میده این کار رو برای خودش داره انجام میده توی مرحله اول. و اگر که در کنار اون این لطف رو در حق همسرش فرزندش میکنه یا آقایون این لطف رو در حق همسرانشون میکنن، اون بحثش کاملا جداست. این یک لطف هست، وظیفه نیست واقعا. و امیدوارم که در آینده مادران این بحث رو کاملا جدی بگیرن، چون خیلی وقتا از همین صحبت‌های کوچیک، از همین تبعیض‌های کوچیک تبعیض‌های بزرگتر به وجود میان. تا زمانی که مادرای ما به دختران میگن که تو باید آشپزی کردن رو یاد بگیری چون که به درد آیندت میخوره و آینده دختر رو توی راستای ازدواج کردن و تشکیل خانواده دادن میبینن، متاسفانه فکر میکنم وضعیت بهتری رو شاهد باشیم و امیدوار هستم که این وضعیت واقعا تغییر پیدا کنه. مرسی از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. ممنونم خانم اسماعیلی. بله دقیقا، آموزش ابتدا باید از خانواده ها شروع بشه. خیلی نیاز داریم به آموزش، ولی قطعا با آموزش خالی هیچ اتفاقی نخواهد افتاد مگر اینکه قانون هم در کنار آموزش بیاد کمک کنه. یعنی آموزش خالی به عقیده شخص من نمیتونه تا 100% موفق باشه مگه قانون هم حمایتش کنه. خانم کوثر ولیزاده بفرمایید. خواهش میکنم. بله، خواستم به مواردی که آقای نوروزی اشاره کردن در موردش یه چیزی بگم. این که میگن هر کسی مسئولیت خودش رو رعایت بکنه و هر کدوم از طرفین یه مسئولیتی داشته باشن، درسته این حرف، ولی از نظر عواطف این درست نیست. فکر بکنیم مثلا پدر مادرم فکر بکنن که نسبت به هم مسئولیت دارن، فقط اون مسئولیت ها رو در نظر بگیرن دیگه. اون وظایف، مثلا تو وظیفت این کار رو انجام بدی، اگه تو اون کار رو انجام ندی تو خانواده همه چی به هم میریزه دیگه. اون بحث عاطفی دیگه از بین میره. به نظر من این بهتره که توی خونه با علاقه، کسی که علاقه به کاری رو داره اونو انجام بده،
کسی که مایل نیست به کار داخل خونه نباید اینطور بهش گفت که شما مسئولین که این کار انجام بدین، چون که این باعث میشه که داخل خونه جو عوض بشه. و این که گفتن که خانواده خیلی تأثیر داره، درسته تأثیر داره، ولی نگاه کنین جامعه، وقتی که جامعه کوچیک ما همون خانواده، تا 7 سالگی بچه داخل خونه است، بعد 7 سالگی میره مدرسه. خب میره مدرسه میبینه درسته که مردها هم باید کار بکنن، ولی تو جامعه داره جوامع اسلامی میگه مرد نیاز نیست کاری تو خونه انجام بده، تو خونه فعالیت بکنه و وظیفش نیست. اینو وقتی میشنوه باعث میشه که اون آموزشایی که داخل خونه دیده همه رو فراموش کنه. درصد خیلی کمی هستن که اون آموزشایی که داخل خونه دیدن رو رعایت میکنن و همونطوری پیش میرن. خیلی ممنون مارکو در اختیار من قرار دادین. ممنونم خانم ولیزاده. خانم رضاوند بفرمایید، خواهش میکنم. خب خسته نباشید. من صحبت ها رو گوش کردم، با یه بخش از صحبت های آقای نوروزی موافقم، با یه بخشش مخالفم. در این که تقسیم کار باید صورت بگیره هیچ شکی نیست، ولی با خانم اسماعیلی زاد موافق نیستم که حالا یه خانم داره لطف میکنه یا یه مرد داره لطف میکنه. نه، وظیفه شون اتفاقا وقتی با هم تشکیل یه خانواده میدن، قرار فرزندی رو به وجود بیارن، به دنیا بیارن، وظیفه شون از اون فرزند حمایت بکنن، وظیفه شون بهش برسن. حالا چه، حالا هر کدومشون قرار منبع درآمدی باشه از بیرون یا کس دیگه، باید حالا مسئله خانواده‌ای رو رعایت بکنه. این یه نوع وظیفه است. اما اینکه این وظیفه چطور تقسیم بشه فرق میکنه. صحبت این جلسه صحبت از اینکه این تقسیم کار عادلانه صورت نگرفته. صحبت سر اینه که آقایی که بیرون کار میکنه، وقتی بیرون حقوق داره، بیمه داره، اجازه در روز 8 ساعت میتونه کار کنه یا میره بیمه داره، مرخصی داره، آیا این خانم بیمه داره؟ آیا این خانم 8 ساعت بعد کار کنه؟ آیا این خانم میتونه مرخصی بگیره شنبه، یک شنبه، آجاقم جمعه، پنج شنبه، جمعه هاشو استراحت کنه، بگه امروز روز استراحت همه؟ مادر یا زن اون خونه متاسفانه این تقسیم کار طوری صورت گرفته که تمام وقت نانستاپ باید کار کنه. مهم هم نیست چه ساعتیه، از صبح مریض باشه نباشه، وقتی اگر به هر دلیلی که جدا بشه، اون بیمش قطع میشه، حقوق دیگه نداره، بازنشستگی دیگه نداره، حتی اگر همسرش رو دور از اون از دست بده به هر دلیلی، فقط از بازنشستگی همسرش استفاده کنه، ولی خودش چی؟ به عنوان شخص مستقل نیست، به عنوان یه شغل خانه‌داری حساب نشده. چه بسا میتونه جامعه تعریفش کنه، شما دلتون میخواد بیرون از خانه کار کنید که شامل این مزایا باشید، یا به عنوان یه خانه‌دار میگید من میخوام خانه‌دار باشم، دولت تعریف کنه براش. پس به عنوان یه خانه‌دار شما دوچار شامل حق بیمه هستید، حق بهداشت جداگانه برای خودت داری، بازنشستگی هم داری، اون موقع یارتا عادلانه میشه. یا اینکه با مرد خونه تقسیم کار کنن، تا این ساعت 8 ساعت این بخش شما، این بخش شما به من کمک کنید، یا پنجشنبه جمعه مثلا یه روز شما بچه ها رو به عهده بگیرید که من بتونم استراحت کنم، من برم حتی برم با دوستانش خانواده‌اش ببینه. مثلا اونه که میگم برده‌داری شده، نه اینکه آقای نوروزی درست میگن به هر حال تقسیم باید صورت بگیره، یه سری وظایفش رو انجام بده، اما این عدالت انجام نشده. شما مادرای خودتون رو تک تک ببینید، چقدر دارن وقت برای شما میگذاره، شبانه روز، شب روز، شب فقط آقا میره روز. درست سخته بیرون از خونه کار کردن، خود ما کار کردیم میدونیم چقدر سخته و چه فشاری به آقا میاد، استرس، ولی اون فشارم به خانواده و مادر خانواده میاد. صحبت سر این عدالت هست و اینکه یه سری مزایا به عنوان یه شغل بهش نگاه کنیم و به اون زن خونه داده بشه. ممنون. ممنونم خانم رضاوند عزیز. در پیرو صحبت‌های شما من خوبه که یه مثال بزنم. یکی از دوستای من معلم بود، شوهرش هم معلم بود، جفت معلم دوران راهنمایی بودن. این تعریف میکرد، میگفت که وقتی که من بچه هامو واکسن میزدم، بچه ها تب میکردن. میگفت وقتی که من میومدم خونه، بلا فاصله باید شروع میکردم کارای خونه رو انجام بدم. اگر احیانا بچه مریض بود،
می گفت نه تنها تا حالا 12 شب باید من نگرش می داشتم، می گفت به شوهرم التماس می کردم، می گفتم 1-2 ساعتم شب تو نگرش دار که من بتونم یک ذره بخوابم، خب منم باید صبح برم سر کار. می گفت وظیفه توه. می گفت جاشو جمع می کرد می برد یه اتاق دیگه و من شب تا صبحم باید بچه داری می کردم. منظور همین، اتفاقا منم می خواستم همینو. وظایفا عادلانه تقسیم نشده، همکاری نیست و این هم منشأ از فرهنگ و آموزش غلط میگیره، هم قانون حمایت نمیکنه. آقای نوروزی بفرمایید، خواهش میکنم. ممنون از شما خانم شاهسوانی. من دستم اول بیارم پایین، خب بردن پایین دستم. صحبت های دوستان رو گوش کردم، خب خیلی هم خوب بودش، همه در رابطه با تقسیم وظایف و بیشتر حول محور خانوم یک خانواده یا زن در جامعه پرداخته شد. تا حالا این سوال از خودمون داشتیم؟ من خیلی بی‌تاره خدمت دوستان عرض کنم. تا حالا این سوال از خودتون داشتید؟ حالا یه خانواده اومدش، مادر در طفولیت اون بچه یا کلن هرچی، حالا یا مرد یا به قول معروف چی میگن جدا شده، یا هزار اتفاق افتادش، تکلیف اون بچه چی میشه؟ یک، کی باید آموزش بده؟ دو، و اون بچه رو چجوری باید بار بیاره که اون بچه بشه مسئول یک خانواده؟ سه، این که ما الان بخوایم، حالا صحبت دوستان من شنیدم، تمام حول محور، حالا خود شما هم عرض کردیم که حالا اون بنده خدا بیمار بودش، اینا به نظر من چی میگم؟ واژه خیلی محترمانه میخوام براش به کار ببرم ولی پیدا نمیکنم، ولی اون پدر اون خانواده بکنم خیلی سنگدل بود که وقتی یک شخصی، یک خانومی تو اون خانواده پا به پای همسر اون مرد اون خانواده، حالا آقا یا چیز داره کار میکنه، بخواد اینجوری هم بهش چی میگن کار بیشتر ازش بکشه. ولی این رو از خودتون بپرسید، مایی که میایم یه خانواده تشکیل میدیم، من ناصر نوروزی میام یه خانواده تشکیل میدم و خانم رضاوان خیلی حالا با هم دیگه دوستی مثل خیلی شماها و آقای حجتی و بقیه دوستان میام یه خانواده تشکیل میدیم، آیا این که وقتی که خانواده تشکیل دادن به ذهن این هستش که آقا من فقط میخوام یه خانواده تشکیل بدم، یا آیا من تمام وظایف یک خانواده رو میدونم؟ من خدمت شما عرض کردم تو اون داستان که خانواده مهمترین آیتم هستش توی آموزش، این که اصلا من بدونم آقا وقتی میخوام یه خانواده تشکیل بدم، ازدواج کنم، چی کار باید بکنه ناصر نوروزی توی اون خانواده. اوکی، زن و مرد، من و همسرم به قول مرد پا به پای هم دیگه کار میکنیم، ولی به قول شما وقتی که بچه مریض شد، آیا من باید بچه رو بندازم گردن خانوم خانواده؟ اینو نمیشه گذاشتش روی چی میگن همه آقایون، چون من خیلی بی‌تعارف خدمت شما عرض کنم، حداقل من به شخصه خیلی دیدم آقایون 100 برابر خانوم ها، آقایون 100 برابر خانوم ها، تکرار میکنم، بیشتر احساس مسئولیت کردن و بیشتر توجه کردن و بیشتر تو تربیت بچه نقش داشتن و خیلی هم موارد دیگه، خیلی غذا درست کردن، به شور کردن، به حساب کردن، فلان کردن. من اول صحبت هم عرض کردم، اومدیم آقا یه خانواده تشکیل شد، یه بچه اومدش و حالا خانم خانواده به هر دلیلی خب توی اون خانواده نبود، تکلیف اون بچه چی میشه؟ بگیم که چون که مادر نداره خب پس دیگه الهی به امید ده دیگه، هرچوری بار اومد بار اومد. به نظر من یه خورده بیایم ریشه این قضیه رو نگاه کنیم و بیایم روی تربیت دقت کنیم. درسته بحث به قول معروف زنان هستش، ولی حالا تو این جمعی که هستیم بیایم مساوات رو در نظر بگیریم. مرسی. ممنون از شما آقای نوروزی. البته این موردی که شما فرمودید خب جز استثناء هست، حالا در مورد اصلا استثنا نیستش. من ببخشید که ما در مورد خانواده داریم صحبت می‌کنیم. خانواده منم صحبت می‌کنم. ببخشید من کم می‌بندم.
ولی اگر حالا موردی باشه که طلاق باشه یا زن حالا فوت کرده باشه، بحث ما الان خانواده هاییست که زن دارن توی خونه کار میکنن و از حق و حقوقی که حالا باید برخوردار باشن نیستن. بحثمون امروز در واقع این هست. آقای امامی بفرمایید، خواهش میکنم. درود خدمت همه همکاران گرامی. بحث مسائل کار خانه و دوش زنان و یا خیر بعد از طلاق چه اتفاقی میفته یا بعد از فوت شوهر چه اتفاقی میفته، واقعا این یک مسئله پیش بینی نشده است، ولی خوشبختانه در کشوری که حالا ما آلمان هستیم، ولی بدبختانه در کشوری مثل ایران هیچ تمهیداتی برای هیچ زنی در نظر گرفته نشده. یعنی یک زن خانه‌دار تا زمانی که تحت به قول آقایون اسلامی ولایت شوهرش هست نفقه دریافت میکنه برای وجودش در اون خونه و خانواده دوات کاری که داره انجام میده، خب زندگیش تأمینه. ولی بعد از جدایی یا بعد از فوت شوهر، اگر شوهر دارای بیمه باشه بهش چیزی میرسه، ولی اگر که جدا بشن فقط میمونه بحث مهریه که اونم الان با توجه به این دادگاه هایی که وجود داره یک استی کردن و این داستان ها، خب هزار راه وجود داره که مرد از زیرش در میره و که تعداد معدودی الان هستن که خب میتونن شوهرشون رو زندان بدن، که الان هم قانونش هم هست شده زندانی کردن شوهر بابت مهریه. اما این مشکل باید از تو جامعه حل بشه، مثل جامعه اینجا. زمانی که اگه یک زن سرپرست خانواده باشه با یک بچه، دو بچه، سه بچه، اگر شوهر به هر دلیل نبود، دولت اون کشور مسئول اون زن هست که زندگیش رو تأمین کنه. طبق صحبتهایی که خانم رضاوند کردن، من با ایشون کاملا موافقم. بابت مسائل وظایف زن و شوهری باید تقسیم عادلانه وجود داشته باشه. اگر زن متمایل هست که بیرون کار کنه، خب قطعا تو مسائل اقتصادی خانواده داره کمکی میکنه و همینطور هم همسر باید اینو، شوهرم باید در این را در نظر گرفته باشه که برای پیشبرد اهداف خانواده داره زحمت کشیده میشه. به هر حال اون زن خسته میشه، این مردم خسته میشه. پس کار خونه گردن کیست؟ یا باید کارگر بگیرن و پرستار بچه بگیرن برای بچه، که اصلا صحیح و درست نیست برای تربیت بچه، یا اینکه شبانه روزی باید زحمت بکشن؟ چون واقعا مسئولیت یک خانواده در خانه بسیار زیاده. شما اکثرا متأهل این بچه دارین، یعنی میدونید که کار خونه یه چیزی نیست که آدم بخواد بگه تو نیمه وقت انجام شدم. واقعا آسیب زننده است، واقعا شکننده است که یک زن بخواد هم کار بیرون بکنه هم بیاد داخل کار خونه انجام بده. این بعد از ماجراهای که ایران، حالا الان فعلا تو ایران اینجوریه که زن هم باید کار بکنه هم باید بیاد خونه خونه‌داری کنه. نمونهش خواهر خود من، هم کار بیرون رو داره هم کار خونه رو داره، چون شوهرش سرخونه ساعت 10 صبح شب میاد سرخونه، کار من 5 6 بعد از ظهر میاد، باید بشوره، بسابه، بپزه، غذاشو بپزه، دو تا بچه کوچیکه. خب این زن چه ظلمی بهش شده که باید اینطور تحت فشار باشه؟ تقسیم وظایف عادلانه در صورتی انجام خواهد شد که هر دو طرف وجدان داشته باشند و یک محبت دو طرفه وجود داشته باشه که اینو بتونن با هم هندلش کنن. اما بحث مسائل اقتصادی که بعد از خدای نکرده جدایی و یا فوت همسر وجود داره، اصلا قاعدتاً دست مرد نیست که بخواد همچین چیزی رو واسش بچینه. اینو باید دولت حمایت کنه، که متاسفانه جمهوری اسلامی هیچ حمایتی برای خانم‌ها نداره کلهم اجمعین. این قضیه هم روش
وجود داره. از قوانین اسلامی گرفته تا قوانین مدنیش هیچ حمایتی برای هیچ گونه زنی برای در ایران وجود نخواهد داشت. امیدواریم که بتونیم با توجه به این سخنرانی ها قوانینی فشاری در روی دولت ایران وجود داشته باشه که قوانینی مدون بشه که زنان سرپرست خانواده بتونن حمایت بشن تا حد امکان که خدای نکرده به مشکلات دیگری واسه خانوم ها سرانجام نکنه. من مایکروها میکنم. ممنونم از وقتی که به من دادید. ممنون آقای امامی از اظهار نظرتون. خانم مهدیه بفرمایید، خواهش میکنم. سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. من صحبت ها رو تا اینجا گوش دادم و متشکرم از صحبت های دوستان. من میخواستم نمونه ای مثال بزنم توی همین خود آلمان. متاسفانه حالا اکثر ما تایم بودیم، توی کمپ بودیم. من چیزی که میدیدم اینجا، خب توی هایم یا توی کمپ ها کسی نمیتونه مثلا برن کار کنن اینا، نه، یه مدت باید بمونن توی هایم و منتظر بمونن. من مثلا میدیدم خانوما آشپزی میکنن، بچه داری میکنن، آقا هم سر کار نمیره و حالا صبح تا شب یا خوابه یا توی محوطه است یا اصلا هیچ کاری انجام نمیده. و متاسفانه من هی به این فکر کنم خب اینجا که دیگه سر کار نمیرید، کاری ندارید اینجا، چرا مثلا پا نمیشید کمک بدید، تقسیم کار کنید؟ و متاسفانه این چیزی هستش که انگار جا افتاده و خیلی سخت تغییر پیدا میکنه. حتی اینجا هم که سر کار نمیرن و میتونن راحت کمک بدن، تقسیم کار کنن، متاسفانه خیلی موارد این اتفاق نمیفته. میخواستم این نمونه رو فقط مثال بزنم و خیلی متشکرم که این وقت رو در اختیارم گذاشتید. ممنونم خانم مهدیه عزیز از مشارکتتون. خانم اسماعیلی بفرمایید، خواهش میکنم. مایکتون بازه خانم اسماعیلی. الان باشه. نکته که من میخواستم دوباره متذکر بشم در موردش، یکی زنان و یا همسران روستایی هستند و زنان و همسران عشایر که از خیلی از حقوق پایه‌ای که خیلی از زنان و بانوان با وجود نادیده گرفته شدن های حقوقی که در شهرها و جاهای مختلف هستن، های شهرستانها، زنان و همسران روستانشین و یا عشایرنشین کشور ما از همون ابتدای ترین حقوق هم برخوردار نیستن. ما تا به الان در مورد کار کردن در بیرون از خانه صحبت کردیم، اما خیلی از این خانم ها پا به پای همسرانشون یا مشغول به کشاورزی هستن یا مشغول به دامداری هستن و در کنارش از فرزندانشون هم نگهداری میکنن. من کاملا با حرف خانم رضاوند موافقم و در این مورد هم امیدوارم که واقعا یه روزی برسه که قدر کارهایی که انجام میشه، چه کارهایی که خانم‌ها در خونه انجام میدن، چه مردانی که در خونه مشارکت میکنن، واقعا قدردانی کردن از زحمات شاید چیز خیلی ساده و کوچیکی به نظر بیاد و خیلی وقتا تاثیر خیلی بزرگی میذاره. اینکه ما قدردان زحماتی باشیم که داریم برای همدیگه میکشیم، چه مرد برای زن، چه زن برای مرد. اگر که به جای انتقاد کردن که متاسفانه همیشه خیلی وقتا توی فرهنگ ما این موضوع جا افتاده که ما همیشه باید انتقاد کنیم، اما چه بهتر که بعضی وقتا تعریف هم بکنیم از کارهایی که داره انجام میشه، نه اینکه بخوایم دنبال این باشیم که اگر که بچه مریض شد کسی رو مقصر جلوه بدیم یا همین همکاری که داریم در موردش صحبت میکنیم. اگر که همکاری در کنار قدردانی باشه مطمئناً تأثیر کاملاً متفاوتی خواهد داشت. اگر که یک مرد قدردان زحماتی باشه که زنش در خانه داره میکشه یا یک زن قدردان کمک‌هایی باشه که شوهرش در خونه داره به اون میکنه و سعی کنیم همدیگر رو ببینیم، همدیگر رو نادیده نگیریم. این نادیده گرفتن ها به مرور زمان باعث به هم خوردن زندگی ها میشه و امیدوارم روزی برسه که حقوق برابر چه زن و چه مرد باشه که بتونن از حقوق برابر برخوردار باشن. سپاس از فرصتی که به من دادید.
ممنونم خانم اسماعیلی. بله واقعا حقوق برابر یکی از مهمترین حقوق، به نکته خوبی اشاره کرده. زنان روستایی علیرغم کاری که توی حالا چه شیر دوشیدن هست چه کشاورزی هست، کارای خونه، بچه بزرگ کردن، نون پختن، نگهداری از سالمندان تو خونه، همه اینا به عهده زنان خونه است و واقعا بعد از یه مدت اینا واقعا میگم بدناشون فرسوده میشه. من خودم شخصا شاهد بودم یه زن روستایی 30 ساله رو وقتی نگاه میکنی دقیقا 50 ساله نشون میده، از بس که از بدنشون کار کشیدن و حتی کارهای مردانه انجام دادن. خانم ولیزاده بفرمایید. من به این مورد اشاره بکنم، من اهل کرمانشاه هستم تو منطقه کردنشین. یه موردی بود که خیلی برام غم انگیز بود. یکی از دوستام مادرش فردی سنتی و نگرشی خیلی سنتی داشت و به صورتی که مثلا خیلی تفاوت بین پسرش با دخترش میذاشت و همیشه دوست من از این شاکی بود که مثلا چرا مگه ما از یک مادر نیستیم و چرا این تفاوت هستیم. ناراحت کننده است که یک مادر داره از اون پایه داخل خانواده داره نشون میده که خانوما هیچ حقی ندارن و آقایون مثلا تو خونه نباید کار بکنن. این خیلی برام غم انگیز بود و خواستم به این مورد اشاره کنم. بله ممنون از مشارکتتون. بله فقر فرهنگی متاسفانه خیلی ضربه میزنه به تمام مسائل. آقای نوروزی بفرمایید، خواهش میکنم. ممنون از شما خانم شاسوانی. من یه سوال از خدمت شما دارم به عنوان مسئول جلسه. ما تو کانون داریم چیکار انجام میدیم؟ از من به این سوال میپرسید؟ بله بله بله. آگاهی رسانی. در تو حق حقوق داریم صحبت میکنیم دیگه، درسته؟ من کاملا مخالف این صحبت، حالا صحبتهایی که نمیخوام بحث دو طرف بکنم، صحبتهایی که شنیدم هستم توی یک سری از قضیه که آره مثلا یه خانومی سخت در این کارها رو انجام میده و حالا مثلا به یه سنی میرسه انگار مثلا 60-70 سالش و این داستان. خب فکر میکنم اکثر دوستان خارج از ایران دارن زندگی میکنن و دارن میبینن که خانوم ها در جوامع اروپایی پا به پای آقایون سخت در این کارها رو انجام میده، از جمله کارهای نظافتی، کارهای خدماتی، کارهای کارشناسی و کارهای مدیریتی. ولی بیایم یه نگاهی انجام بدیم به خودمون. من از خودم شروع میکنم. من 2 تا خواهر دارم، جفتشون هم شاغل هستن. یه دونشون کارمند بانک هستش، یه دونشون هم دفتر بیمه داره. میگم ما از ماست که بر ماست. برمیگردم به همون صحبت اولم. خب منم شاهد همچین چیزایی بودم که آره به قول معروف چی میگن، میرفتن سر کار پا به پای همسران و می اومدن خونه، باید میشستن غذا درست میکردن، حالا بچه داری میکردن و ایکس و ایگرگ. من خودم با این بچه ها، یعنی من خودم با خواهرم اینو صحبت کردم که آقا حق و حقوقت کجا رفته؟ توی که از صبح داری میری کار میکنی، مثلا ایکس یا ایگرگ حالا دیگه اسم نمیارم، پا به پای تو داره کار میکنه یا کار نمیکنه توی خونه؟ وظیف حالا جفتتون با هم میرید کار میکنی، توی یک ساعتی هم میایید خونه، آیا در کنار هم غذا درست میکنید؟ در کنار هم خونه رو تمیز میکنید؟ در کنار هم ظرف میشورید؟ در کنار هم لباس میشورید؟ در کنار هم بچه تربیت میکنید؟ وقتی من این صحبت رو انجام دادم، یعنی روی آیفونم بودش، یعنی صدا پخش کن بودش، بعد از یه مدت شاید باورتون نشه، مثلا نمیگم مثلا مدت کوتاه زمان، شاید نه که یه ماه دو ماه سه ماه، این موضوع خیلی طول کشیدش،
ولی یه روز اینو شنیدم که همسر خواهر من خب تو آشپزخونه‌اش غذا درست میکرد، چون خواهرم خسته بود، خیلی راحت اومد گفت فلانی من خستم نمیتونم کار انجام بدم، هم به همین لحن نمیتونم، خودت باشو برو غذا درست کن، میخوام استراحت کنم. ببینید تا زمانی که من و شماها، نمیگم شما، میگم شماها هممون اینجا جمع شدیم، در رابطه با حقوق فردی نباید صحبت کنیم، تک نفره نباید صحبت کنیم، انفرادی نباید حرف بزنیم، بگیم که اگر که قرار یه خانواده‌ای تشکیل بشه و تقسیم وظایف بشه، هم مرد هم زن در کنار هم باید کار کنن. این جملات رو از خودمون دور کنیم که فکر میکنم یکی از دوستان عزیز گفتش که توی هایم مثلا آقای فقط میخورد و میخوابید. خب دوست عزیز، تو که اینو دیدی آیا رفتی صحبت کنی چه با اون خانم چه با اون آقا؟ آیا بهش اطلاع دادی؟ و یکی از دوستان دیگه در رابطه با دین اسلام صحبت کنم. من مسلمان نیستم، فقط خواستم خدمتتون عرض کنم اصلا بحث اسلام و این چیزا نیستش. میخوام خدمت شما عرض کنم ما ترکیه رو بغل دست خودمون داریم، درست نقض حقوق میشه، ولی من خودم شاهد بودم اگر که نقضی در رابطه با یه خانوم توی خانواده اتفاق میافتاد توی کشور ترکیه، مرد اون خانواده تا 50 کیلومتری حق نداشتش نزدیک اون حریم اون خانوم بشه. خب یه سری چیزا پس بعد ببینید، مشکل یکی دوتا نیستش. نمیتونیم بگیم دین اسلام، بله دین اسلام 100% ناقض حقوق بشره، تو این اصلا هیچ بحثی نیستش، ولی زمانی اتفاق میفته که دین و حکومت با هم دیگه ادغام میشه، دین و سیاست با هم ادغام میشه، اینطوری اگر صحبت کنیم به نظر من خیلی قشنگ تره. و اگر که ما از حق و حقوق خودمون داریم صحبت میکنیم، بیایم خانواده هامون رو آگاه کنیم، بیایم به خواهرمون بگیم فلانی تو باید در کنار ایکس، یا به مادرمون بگیم بابا تو باید در کنار بابا خب با هم دیگه کار انجامه، درسته بیمه نداری، مشکل دولته، مشکل بابا نیستش، حق حقوق نداری. یکی از صحبت هم بود در رابطه با این که مسائل اقتصادی صحبت شده. ببینید من موافق این صحبت هستم، ولی نمیتونیم بگیم که زن تا زمانی که استقلال مالی نداره خب باید سرشو بندازه پایین. به نظر من ناصر نوروزی زن زمانی که فهمید چه میخواد روز اول ازدواجش باشه چه میخواد روز هزارم ازدواجش باشه، زمانی فهمید که آقا استقلال توی خانواده نداره، خب فابه خداحافظ شما. ما خودمون میتونیم حق خودمون بگیریم، از خودمون باید شروع کنیم. من ناصر نوروزی اگه نتونم حق خودم از جامعه بگیرم، خب پس هیچی دیگه، نمیتونم برم از دولت از همسایه بغلیم انتظار داشته باشم که آبی حق منو بده، حتی از همسر خودم نمیتونم این انتظار داشته باشم که اون به من بده، من باید حق طلب باشم. صحبتایی که توی کانون داره میشه. مرسی. خب آقای نوروزی شما نظر خودتون رو گفتین، تک تک افرادی که یه بحث شرکت میکنن هم حق دارن نظراتشون رو بگن، نظر هر کسی براش محترمه. شما اشاره کردید به کسانی که توی اینجا کار میکنن، کارهای سخت. خب شما نمیتونید اینا رو مقایسه کنید با زنان روستایی ما، اینا دارن کار میکنن، برای کارشون حقوق میگیرن، خودشون خواستن داوطلبانه با شعفن دل. ولی شما کدوم زن روستایی رو سراغ دارید که از ته دل این همه راضی باشه کار کنه بدون مزد؟ زنان سرپرست خانوار سراغ دارم، تو روستا دارن کار میکنن، حقوق و مزایا هم دارن میگیرن، پا به پای مرد دارن کار میکنن. خب دارن میگیرن. نه من راجع به زنان سرپرست خانوار، اگر از کجا حقوق میگیرن؟ زمانی که خانومی میره اونجا کار میکنه یه قراری میذاره، میگه اگه من برم سر زمین میبایستم کشاورزی کنم یا هر کاری انجام بدم، در مقابلش مثلا این مقدار از شما پول میگیرم.
خب حالا شما دارید راجع به زنان سرپرست خانواده، ولی من زنانی که توی خانواده دارن کار میکنن، حالا بحث دو نفره نمی کنیم. خانم ولیزاده بفرمایید، خواهش میکنم. بله خواستم به این شروع کنم. اصلا به نظر من قشنگ نیست که مثلا اینطور آدم فکر بکنه که یه خانم داخل خونش استقلال نداره، حالا به شرایطی داخل ایران و بره طلاق بگیره. یعنی الان مطمئنن درصد خیلی کمی از خانمهای داخل ایران هستن که استقلال دارن، اون بقیه که استقلال ندارن همه باید طلاق بگیرن. و چه اتفاقی برای خانواده میافته، چه اتفاقی برای بچه ها میافته، اصلا اجتماع چه اتفاقی براش میافته، همه چی دگرگون میشه. و خواستم اینم بهش اشاره بکنم که گفتین که خانم خارجی و با خانمی داخل ایران مقایسه کردن، گفتن هر دوشون کار میکنه. درسته کار میکنه، ولی کدوم از خانمای خارجی مثلا سال یه بار دوده میگیره؟ یا برای مثال کدوم از خانمای خارجی میشینه پای سینک ظرفشویی دونه دونه ظرفا رو میشوره، ظرفشویی استفاده میکنه؟ تو ایران مردم همه مردم بودجه اینو ندارن که مثلا یه مبلغی رو بدن یه ظرفشویی بگیرن که ظرفاشون رو باشون بشورن. اکثرا به صورت دستی استفاده میکنن و میشینن پای ظرفشویی ظرفاشون رو میشورن. خیلی ممنون مارک شد در اختیار من قرار دادیم. مرسی. ممنونم خانم ولیزاده. خانم اسماعیلی بفرمایید. در ارتباط با بردهداری که یکی از بخش اصلی بحث آزادمون هست، من با حرفای جناب آقای نوروزی موافقم در مورد بردهداری. زمانی که برده اصلا چه کسی هست؟ برده کسی که تحت ظلم وادار میشه به انجام یک کاری. مثل میتونیم به خیلی از چیزهای مختلف نسبتش بدیم که اولین اتفاقهایی که افتاد برای سیاه‌پوستان آمریکایی بود که به عنوان برده از اونها استفاده میکردن و واقعا بیگاری میکشیدن از اونها. اما تا زمانی که اونها صدای خودشون رو در نیاوردن و اعتراض خودشون رو نگفتن، کسی ازم متوجه این بخش نبود که داره واقعا چه اتفاقی سر این بخش از مردم میفته. چون یه جوری عادی سازی شده بود برای همه که این انگار یه چیز عادی هست که باید سر این مردم بیاد و این مردم حق زندگی کردن رو ندارن. دقیقا مثل مسائلی هست که داره به وجود میاد که کار خونه و مسئولیت زن خانه‌دار یا همسر خانه‌دار اصلا به حساب نمیاد و داره به یه چشم دیگه‌ای بهش نگاه میشه. بهتره این نوع دیدمون و نوع نگاهمون رو نسبت بهش عوض کنیم. ما وقتی که باید دید بازتر بهش نگاه کنیم و ببینیم که واقعا این همسر، این مادر داره چه زحمتی رو میکشه داخل خونه، و یا اگر که با کوچکترین مشکلی که به وجود میاد همسران یا مادران رو هدف قرار ندیم که بخوایم اونا رو مقصر جلوه بدیم. واقعا اگر که سعی کنیم این بخش از فرهنگمون رو درست کنیم، شاید یک سری از تغییرات حداقل میتونیم توی بحث خانواده باشیم که خانواده ها میتونن باز تاثیر بذارن روی بخش فرهنگی جامعه که ما بتونیم این مشکل رو توی فرهنگمون هم درست کنیم. ممنون از شما. لطفاً 3 دقیقه رو رعایت کنید. ممنون میشم. خانم مهدیه بفرمایید، خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما. بله من با حرفای آقای نوروزی موافق هستم. برابری رو ما باید بهش دقت کنیم، اونجور که آقایون میتونن کار کنن خانوما هم میتونن کار کنن، حالا نه به اجبار، به میل خودشون. و اینطور نیست که نگیم نمیتونن کار کنن و بهشون سخت میگیرن فلان، ولی خب ما باید جامعه اینجا رو هم ببینیم نسبت به جامعه ایران. اینجا خب در هر چیزیش قانون وجود داره، در هر موردیش برابری وجود داره و اصلا قابل مقایسه نیست با ایران. اینجا کسی تحت فشار قرار نمیگیره، جوری که خودش میخواد کار میکنه، مزایایی که دریافت میکنه دقیقا ارزشش با همون کارش برابر هست و حق این وسط خورده نمیشه. ولی متاسفانه توی ایران خانوم ها تحت فشار که قرار میگیرن، حالا با کار سخت، با
توی خونه کار کردن با هر چیزی هیچ حالت نرمالی ندارن و متاسفانه این حقشون هم در هر صورتی خورده میشه. یعنی هر کاری که میکنن بیشتر از توانشونم مایه بذارم باز این حق بهشون بر نمیگرد. خیلی متشکرم. ممنونم از اظهار نظرتون. اگر از خانم رضاوند بفرمایید. من زیاد نمیخوام صحبت کنم، یه وقتم دیر هست، کلی میخوام عرض کنم. ما در مرتبط با کل جامعه ایران داریم صحبت میکنیم، مسلماً کشورهای دیگه مواردی رو دارن. ما میتونیم در ارتباط با این مسئله در اون کشورها مطالعه بکنیم که چه کارهایی کردن، ولی با توجه به فرهنگی که داریم، مواردی که داریم، بیایم اعمال کنیم. چیزی که هست دو تا نکته است. یک، فرهنگی که جا افتاده، که به قول دوستمون خانم اسماعیلی بودن یا خانم مهوری‌زاده، که مادر به بچه میگه پسرم مگه این کارا در شأن تو نیست، مگه بچه، مگه پدر نمیدونم، مگه مرد خونه بچه میشوره، مگه ظرف میشوره. این یک، این فرهنگه که زمان میبره تغییر بکنه با آموزش. دو، سیستمه. وقتی قانونی تعریف میشه، ما بیشتر صحبت این جلسه در این ارتباط بود که خانوم ها هم از حقوق برخوردار باشن. این در واقع جز مشاغل سختی هست که بدون زمانه و یه حقوقی به هر حال زندگی اتفاقاتی میفته، ولی اون هم شامل، گفتم عرض کردم، بازنشستگی بشن، مرخصی بشن، یه مقدار این تلطیف بشه که باید فرهنگ و آموزش که در هر دوی اینها سیستم نقش داره با هم تلفیق بشن تا به مرور زمان بعد آگاهی سازن در کنارش، که آقای نوروزی فهمودن که حالا خود افراد بتونن، ولی وقتی اون شخص این آموزش رو ندیده، این فرهنگ رو نداره، به طور مقاومت میکنه جمله خانومش که بخواد کمکش بکنه. اما اینو باید با هم باشه، همزمان باشه. فیلم هامون رو در این زمان بسازیم، کتاب های درسیمون در این ارتباط باشه، کارتون هامون در ارتباط باشه. اینا همه کمک میکنه این فرهنگ به وجود بیاد. از اون برم سیستم میاد این موارد قوانینی رو تصویب میکنه که بیوه شاملشون باشه، حقوق شاملشون باشه، مرخصی بگیرم. وقت اینا همه با هم کمک میکنه و میشه یه مجموعه و اینکه این عدالتی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم میشه پیاده بشه. ممنونم، من زیاد وقتتون رو نمیگیرم. ممنونم خانم رضاوند عزیز. از همکاران اگر در این مورد صحبتی دارید لطفا بفرمایید. بسیار عالی. خب میرسیم به انتهای جلسه‌مون. جا داره اینجا از تمام همکارانی که توی برگزاری هرچه بهتر این جلسه ما رو یادی دادن تشکر و قدردانی کنم. منشی جلسه خانم آیلار اسماعیلی، مسئولین ضبط صدا و تدوین خانم سمانه بیرچندی و آقای سعید پورمند، و مسئولین ادمین خانم شهین فرزاده و آقای ناصر نوروزی. خب امروز رأس ساعت 22 و 21 دقیقه ختم جلسه امروز رو اعلام می کنم. تا درود.